Ստանո սալամնա ու էհտերամնա հիլը դա չի ջոր խուշալավ բրյալի ուսի հրաղլաս դսպինո խաբրով պրոգրամտը զմգա դա Աֆանստան դա սիասի պիեխո բարխադա լադղը տրիխը ենչալա ստասուպ խետմատքի ու ացիցի պողոտենքի պի հիգի պողո բսրը խաբրիքու դուստան եզիզ ազի սալամ ու էհտերամ դարիմ բսմիլլահի ռահմանիր ռահիմ رویدادهای اخیر افغانستان البته به بررسی گرفته میشه و آنچه در افغانستان میگذره یقینا احوال خوشی از لابلای اخبار و تبصره ها و میزای مدور به گوش نمیرسه بنان مایوس کننده هست و افکار ما را ملول میسازه ما خود ما هم یک خبر خوش به افغانان ندارم که یک تغییر رونما شده در وضعی چی سیاسی و چی اقتصادی و امنیتی افغانستان در همه امور البته اخبار بد میرسه و خصوصا که خود حکومت حاکی باشه از اوضاع بد افغانستان به صناهای افغانستان او را برسانه و به اکنافی از جهان پخشه وقتی خود وزیر مالی افغانستان مستوفیا و نمیدانم اراکین وزارت مالیه را در تعلل در کار و ماموریت مخاطب قرار بتن و اونا را بگویند که در طول یک ماه اگر اونا را پورای درستی ندادن ما شرافتمندانه استعفا بتن یعنی وقتی خود وزیر مالی افغانستان از بیکفایتی خود وزارت بیان میداره جای سوال نمیمانه که ما انتقاد بداریم اونا خود میگن اگر ما نتانستیم باید مستعفی شویم مگر تاسفی است که اینا از همون کشورهای غربی به افغانستان رفتن برای ماموریت و یکی گویا باسواد هستن و جهان دیده و دنیا دیده برای اعلام افغانستان اینا یک چیز کردن میتانن متاسفانه اینا باعث جراحت مردم افغانستان شدن و در سطوح بالا کرپشن فساد بیکفایتی و کنفرماس از درون خود ارگ که این و غین و شفقنی و عبدالله نشستن تحت عنوان با یک حساب یک حکومت وحدت ملی که البته اسم ایچ با کرکتر و کرداری دو نفر و افکاری از اونا ایچ نمی خانه با یک حساب صرف یک شکل شعاری را داره و خاک زدن به چشم مردم و او هم توسط دیگر تحمیل شده و دکته شده و امر شده که شما یک حکومت وحدت ملی داشته باشین چون هر دویتان در انتخابات ناکام بودین یکی میگفت که فساد باعث وجود آمدن حکومت شده و من نمی پذیرم و دیگه میگفت زده قانون اساسی است که یکی رئیس اجرایه شده منتها هر دو را گفت خیلی در یک آبخور ایالات متحده امریکا که ما شما داده شما را ما میرسانیم شما ماموریت داشته باشین و اداره کنین حکومت که البته در حکومت داری کشورهای جهان در طول تاریخ حکومت دو دسته و دو تایی که از یک بدن دو سر و کله برای و هر یکی اردم خیال و به فکر خود کار کنه به هر حال به میت منوال بوده و همچنان دوستان عزیز سروی گرفته شده خبر گرم و اول مطبوعات امروز که نظرسنجی که هر چهار ماهی صورت میگیره توسط تلویزیون تولو اونا گفتن که اعتماد مردم بالای حکومت موجوده اشرف غنی و خصوصا و رئیس اجرایه عبدالله کاهش یافته یا صعود کرده عدم اعتماد مردم و شکایت مردم بیشتر از 52% صعود نموده و ایستا ایستا مردم از این حکومت بیشتر ناراضی حتی حدود 80-90 خواهد برسه مگر بعضی ها بی خبری که از وضع افغانستان آگاه نیستن معذرت و یک تلفنی برش می آید و نظرسنجی تلفنی در اونجا صورت می گیره و اونا میگن یعنی و البته مردمانی هستن که از وضع کشور خداگاه نیستن مگر در مجموع کسایی که عقل و هوش دارن و میدانن که بالای سفره یا دسترخانی از اونا چی تغییری آمده این سروی هم برای ای که عنوانش گذاشتن که تغییر در دسترخان یا
سفره مردم چی تغییراتی با وجود آمده، مردم ناراضی بودند که تغییرات منفی بالای دسترخانی از اونا داشتن، به این معنی که نان زیر بغل از اونا گرفته شده و کم شده، مردم ناراضی هستند و بلاسر بیکاری های سرسام آوری که افغانستان با او روبروست و هر روز مردم جایی که برای از اونا کاری سراخ شوه یک لبه نانی بیاره آهسته آهسته کاهش میابه. چون یک اقتصاد کاذب بالای افغانستان تحمیل شده بود با پول بیگانگان و اقتصاد مصرفی که در طول سالها از او در انفرسترکچر یا بنیاد اقتصادی افغانستان هیچ کار گرفته نشد، پولهای بیگانگان و دست یک چند نفر وطن فروش و بیگانه پرستان و دزدای یا سارقان هستی افغانستان که البته روش و هویدا و راسن در جیبهای از اونا افتادن، در بانکهای اونا سرمایه گذاری شدن، در دوبای و نمیدانم سوئیس و کشورهای دیگه که از آغاز جهاد اینا به دوزی عادت کرده بودن، پس فرار سرمایه در امو اوقات صورت گرفت. یکی بسیار مقبول گفته بود در امو سالهای قبلی که پول به افغانستان سرازیر میشد، سر و صدای NGO ها و نان گورنمنتال ارگنیزیشن ها اینا بلند بود، میگفتن قراردادهای قراردادیان امریکایی وقتی از امریکا یا از نیویورک پول سفر میکنه به دبی میرسه، باز در دبی در اونجا قراردادی امریکایی او را به یک قراردادی افغانی میسپاره و پس برمیگرده با نصف پول به افغانستان نمیرسه. و پولی که نصف از او به افغانستان سفر میداره باز در اونجا بازو 50 یا بیشتر درصدی از او به جیب از او میفته و بالاخره چند قراردادی دیگه که در افغانستان بالای امو پروژه باید کار کنه به دست از اونا میفته و باز اونجا رشوه و رشوه ستانی میان همی کسایی که ماموریت دارن چون وزارت مالیه و نمیدانم وزارت اقتصاد و وزیرا و پول در رشوه و رشوه ستانی یک چند دلار از جیب از او میزنن. باز بالاخره او قراردادی وقتی به او پول به پروژه میرسید، او پروژه که باید با فرض کنیم مثال میتون با 50 میلیون دلار برآورد شده بود در نیویورک و توسط قراردادی امریکا تخصیصی گرفته شده بود از بودیجه امریکا و به افغانستان باید میرفت، اونجا صرف میشد، در چند جای تو دزدی میشد، سرقت میگردید. باز پولی که به افغانستان سرایت کرده بود عمری از او هم بسیار کوتاه بود. بسیار مقبول گفته بود که یعنی عمر وسطی دلار امریکایی در افغانستان بیش از یک هفته نیست، به این معنی که از اونجا دوباره پس برمیگرده او پولها و در کشورهای دیگه در بانک ها میفته و از افغانستان فرار میدارد. امو وقت هم باز امو پولی بسیار گفته بعضی ها و اصطلاح از گاو غدود یا غدود میرسید، باز او سرمایه گذاری میشد بالا یک پروژه، او پروژه هم پروژه بنیادی نبوده، یک تعمیری را آباد کو یا فرزون یک پل و پلچکی اگر آباد میگردید یا یک سرک و شهرهایی که یک بخشی از افغانستان و دیگه وصل میداشت، راههای مواصلاتی، او به حد او از مواد راستی ارزان قیمت استفاده میشد یا فرض کنیم امو خشت خام در آب بگذار و مقصد به شکل نمایشی که پروژه یعنی با پولی که ارسال شده بود اون تکمیل گردیده یک راپور برسه و یک فیلمی از او گرفته شوه. یعنی در طول 13 سال یعنی پولی که از بیرون به افغانستان سرازیر شده بود برای اعمار افغانستان قرار بود، او دوباره برگشته دزدیده شده توسط خود کشورهای دونر یا تعاون کننده و چی در درون افغانستان چون به دست دوز و دغل افتاده در افغانستان و صرف نشد، بنان یک اقتصاد کاذبی که کسایی که در استخدام هم بودند در این پروژه های خارجی و همچنان اتبای خارجی که در اونجا البته پولها را داخل ساخته بود و مصرف می داشتند بنا یافته بود. یعنی برای خودکفافی اقتصاد افغانستان یا بنیاد تعمیر بنیاد اقتصاد افغانستان کار نشد و مردم با امو شکل تفنن و تظاهر
اقتصاد بسیار خرسند بودن و تو یک مغز و کلی اقتصاددانی نبود که بیسته و فریاد خود بلند کنن. آقای نادری و نمیدانم یک چند نفر اقتصاددانی که رفتن اونا هم برای جیب پر کردن خود رفتن و پس برگشتن، هیچ حاصل نداشتن و یک ادوایزر خوب نبودن، اما با سازش با پول و رشوه و داد و ستود کار صورت گرفته. بنان امروز اقتصاد افغانستان به زمین خورده، چون کمک های خارجی طوری که اخبار حاکی بود به افغانستان کاهش یافته و همچنان نامنی هایی که در افغانستان روز به روز صعود کرده میره، یعنی اون کسایی که میخواستن در افغانستان سرمایه گذاری کنن یا چند پول و دلاری که داشتن او را هم آیست آیست از افغانستان میکشن، میدانن که آینده دیگه در اینجا ندارن و او جشنی که آقای حامد کرزی برپا کرده بود با 46 کشور جهان آیست آیست او کاهش میافه. ما یک وقت یک مثال را دوستان عزیز به افغانهای خود از این طریق عرض کرده بودیم که مورچه یا مور بالای یک استخوان چربی که در یک جای شما انداختین در یک گذری یک بیابانی، به هزارها مور بالای از او جمع میشه و چربی از او را میخورن، یعنی غذای مور از او درست میشه، تهیه میشه و آهسته آهسته وقتی همین چربی یا گوشتی که بالای مو استخوان موجود هست وقتی کاهش میافه و آهسته آهسته از بین میره، به مو حد آهسته آهسته مور از او دور شده میره، مو استخوان باز اعلام میتنه و تو خشک میرن، پس کار دیگه خود و یک آزوکه دیگه را برای خود سراغ میبینن. در افغانستان همی کسایی که به افغانستان رفته بود استخوانای چربی را که کشورهای دونر به افغانستان ارسال داشته بود و انداخته بود، یک اقتصاد کاذبی را برپا داشته بود، بالای از اونا چسبیده بودن. حتی من بسیاری افغانا را میشناسم که آیسته آیسته امو ماموریت خود اعلام میته، امو پول و پیسی را که دزدیدن او را آوردن و در کشورهای چون امریکا و اروپا و دیگر کشورهایی که در اونجا اینا مهاجر بودن، بنابر چپگرمک روزگار به افغانستان رفتن و در طول 13-14 سال از نعمات مادی و مقامات و رتبه و رسوخ کاذب برخوردار بودن، او را ایسته اعلام میتن و میبینن که دیگه توجه جهانی کاهش میابه از افغانستان و پولهایی که فرستاده میشد و به حساب و هر کس در دست هر کس افتاده بود، کسی نبود که بپرسه که پول کجا بردی و چی شد، اتو صادره و واردی موجود نبود، حاکمیت قانون هم موجود نبود، بنان آل که هرج و مرج است و دیگه پولی به افغانستان ارسال نمیشه، سرمایه گذاری ها کاهش یافته، اینا هم همزمان افغانستان رو ترک میگن و ما سر و کلی از اینا رو چی در کانادا و چی در امریکا میبینم و اونا رو میشناسم سالهای مدیده و او را که وضع افغانستان خراب است، یعنی وقتی وضع افغانستان خراب بود ما باید افغانستان رو ترک بگویم، مگر باز وضع افغانستان اگر بهتر بود و پولها دوباره به افغانستان برگشت ما دوباره برمیگردیم و اگر امنیت برقرار بود دیگه او جای بود و باش ماست. در غیر از او ما باید افغانستان رو چون امو استخوان که آهسته آهسته چربی از او از بین میره، این مورهای گرسنه باز فرار میکنن میان پس دوباره، چون سیتیزنشپ امریکا هم دارن و اروپا هم دارن، در اونجا از نعمات سرشاری برخوردار بودن، در طول سالها در همونجا در مهاجرت به سر می بردن دیگه. بنان همه طور است، این یک طبقه بالای کسایی که در ماموریت بودن اونا هم مایوس شدن از عرج و مرج و سردرگمی حکومت و طبقه به بضاعت افغانستان، به چاری افغانستان، اونا هم افغانستان روز به روز ترک گفته میرن، میبینن که اینجا نه کاری هست و نه مددی هست، از گرسنگی میمیرن، خب میرن به ایران، از طریق ایران به ترکیه. خبر هم همی بود که در یونان به حالت بسیار بدی افغان ها زندگی میکنن، همی جوان های شیره و همتون با انرژی ما که همتون از روی از اینا نور و محبت وطن متجلی است، مگر مجبور شدن همون وطن همتون که در وقت جهاد آوانی جهاد اگر باید داشته بودین از دست شوروی سابق و مظالم از اونا و یک چند نفر پرچمی و خلقی و وطن فروش فرار کردن و در خیابانهای پاکستان و اینوان اینجا اونجا به تکدی دست زدن و راشن کشورهای کمک دهنده را در کمپ های پاکستان
شباروزی زندگی به خورنمی داشتن. امروز بعدا با یونان سرازیر شدن. در اونجا در کانتینرها اونا را نگاه داشتن. خبر به حد دلخراش بود. ما داریم اونا را نگاه داشتن و در چند روز تا همو از اوکی که زنده بمانن و نمیرن از گرسنگی او را هم قطع کردن. حالتی بشر دلخراش را آدم تجربه میداره و هر روز در وزارت داخله در حدود 2000 تا 3000 عریضه برای اخذ پاسپورت می تا یک پاسپورت افغانی داشته باشند تو سفر کنند و بیرون افغانستان ترک بگویند. یعنی حالت افغانستان به می منوال هست و دیگر رسوخ و عزت و اعتبار حکومت دیگر نداره و استای صعود میکنه به اعتباری مردم و از این حکومت گردوله بگویم یا سازیشی نفرت دارن مردم افغانستان. مگر چی اصل نفرت مردم افغانستان از یک حکومتی که در طول 13 سال تحت زعامت کرزای و بعد از اوی دو نفر دیگه با تیلا و تنبیه امریکا با روی کار آمدن هیچ معنای را نخواهد داشت و حاصل برای مردم افغانستان ندارد، چون یه حکومت توسط حامیانی از اونا که از بیرون اینا را آوردن حمایه میشه. B-52 اینا را حمایه میداره و از طریق بگرام و شیندن و نمیدانم هم بیسای نظامی در حال ترسود هستن که حکومت سقوط نکنه. یعنی به میال زار بدبختی های مردم افغانستان، مگر همی حکومت موجود باشه، ارگ از بین نره، کدام لشکرکشی بالاش نشوه، یعنی کودتا خو امکان نداره، اردوی افغانستان خود جمع کرده نمیتونه در برابر یک دو طالب، تو مغز و کلا نداره، هر کسی که یعنی پای خود کج بگذاره باز امریکا او را به امرای ساچمه خود میپرن و میکوش از بین میبره، او را هم از دود شده. بنان به می حالت یک آتش داغ افغانستان اینا نگه داشتن و از پهلوی از او که پاکستان مقصر است و پاکستان یعنی یقینا پاکستان مقصر است و قصور پاکستان موفقیت پاکستان نشان میده و مردم پاکستان او را لبیک میگن، آنچه پالیسی پاکستان است در افغانستان عمل میشه و علت از اون که افغانستان باید در یک بحران قرار داشته باشند تا نعمات نصیبی از اونا شد. شما ببینید در از طول جهاد تا این دم هر قدری که افغانستان یعنی بدبخت بوده با مو حد نعمات نصیب پاکستان شده. یعنی بدبختی های افغانستان کمک به پاکستان معنا را افاده می داره. هر قدر در افغانستان بحران باشه، خونریزی ها باشه، طالب و حکومت فاسد، اما قدر یک احتیاج به پاکستان توسط دوستان دیرینیشان چون انگلیس و امریکا احساس میشه. وقتی سرویس از اونا تقاضا شد، هر قدر که تقاضا از اینا بالا بره با موعد قیمت سرویس هم بالا میره. یک قیمت بسیار گزافی را افغان داد در وقت جهاد و قربانی های بیشمار و پیهم چی جانی و چی مالی خانهشان ویران شد، در بدر شدن، خاک بسر. مگر پاکستان به مو حد منفعت ها و سود نصیب پاکستان گردید. بنان وقتی اوتر باشد دیگه پاکستان میخواه که در یک آتشی که گرم است و اونجا میتونه نان خود بپزه او را چرا سرد بسازه. و اینجا دوستم خان و نمیدانم چند نفر سوسایتی از این شورای نظار که از می آغاز فرار از اینا که در قوای مقاومت خود زده بودن و یک عنوانی که به او بیشتر می بالیدن طالبای پنجابی اونا، این یک عنانی شده که پاکستان مقصر است. خب پاکستان مقصر است. امروز حکومت افغانستان هم میگه که پاکستان مقصر است. یک نفر است به نام معصوم استانکزای، یک آدم معیوب غیر محارب بیچاره، او آدم پاکستان مقصر است و یک جنگ اعلان ناشده بود و حال وقتی اونا میگن که طالبا همه حملات را که در افغانستان صورت میگیره مسئولیت از او را میپذیره، معنای از این که پاکستان یک جنگ اعلان شده در برابر افغانستان داره. وقتی یک وزیر دفاع یا سرپرست قدر کودن و بیچاره باشه که توانایی های خود دیده نمیتونه و میگن که اونا بالای ما یک اعلان جنگ مخفی را علنا روش ساخته، خب اگر اینطور شده خب شما وزیر دفاع هستین، سرپرست هم هستین، 46 کشور جهان هم عقب شما افتاده،
خب معصوم جان علی خودت برو بیاد در برابر پاکستان چی کرده میتونه؟ صرف شعار و همی که جگرخونی کنین و زارنالگی و یخنتان بکنین که پاکستان جنگ اعلان شده را اعلان کرده به یک حساب یک جنگ واضح و مستقیم به او شما بسنده میشین. در هر بخش شما ببینین وقتی یک وزیر دفاع پالیسی امریکا پاکستان اعلان میداره، شما ببینین پالیسی پاکستان همی است که زعمای پاکستان آنچه فیصله میدارن از اردو مشوره میگیره، از وزارت فرض کنیم خارجه و اینوان، باز بعد از او یک اعلامی را خود حکومت پاکستان پخش میداره. یا در امریکا هم انانه به ای است که وزیر دفاع کار خود میکنه، تحت قمانده مرکزی قرار میگیرن و راپورهای خود اونجا میتونه، باز خود حکومت امریکا اعلان میداره در برابر جهان که چی کنن، تصامیم خود چون معلومات خود حاصل کردن از وزارت دفاع، از وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و اینوان. بعد از او اونا هستن که باید اعلامیه ها را به ترتیب که راپور گرفته معلوماتی دارن اونا بیان میدارن. در اینجا عبدالرزاق جان در قندار زده پاکستان اعلان جان میته، معصوم استانکزایی که خود یک آدم سرپرست وزیر هم نیست، یعنی کدام ماموریت نداره، او آدم با پاکستان که پاکستان این کارا را کرده، ما میگیم درست است، مگر ای که توانایی های خود دیده، طرقی را سنجیده. از یک طرف رهبر شما آقای اشرف غنی که همین معصوم استانکزایی گماشته، او میره دست و دامن پاکستان میگیره، در طول 10 سال تزروع آقای اشرف غنی به پاکستان و چین و اینا بود که طالب آرام بنشانن و در امور ما دست درازی ندارن و که گویا همه قمانده مرکزی طالب و ای که صلح از بیرون میشه وارد شوه به افغانستان و آقای معصوم استانکزایی ضد پاکستان شد. یعنی چی میگه؟ اعلامیه های ضد و نقیص از درون خود چنگپه هست حکومت و آقای دوستم اونجا لباس جنگی را بتن کرده در اون دشت دوی طرف یک چی میگه خود قهرمان و ببر فاریاب برای خود دوستم در اونجا تبلیغ میشه که قدر یک آدم بلای است و دفاع از وطن میداره و وطن دوست یک شخص است، پاکستان مقصر هست، اونا رو تارمار میداریم و نمیگذاریم. اینجا چی میگه؟ تبلیغی برای جنرال دوستم صورت میگیره و در اونجا طالبان میتون نیست که رویاروی با یک حکومت در جنگ باشه و برای یک ماه و اترا و خب یک جنگ های چریکی دارن، خب دوستم روی شو طرف شد، باز میام اونجا رو باز تصرف میدارن و عملات خود جاری نگه میدارن، به موقع خود به وقتی از اونا عملاتی دارن. ای که یک حکومت عمله کرده باشه و یک لشکری باشه و که با دوست و خان در برابر از اونا قرار بگیره، صرف حیثیت شعار برای زور آزمایی دوستم و استاداتا بیش چیزی نداره. به هر حال به می ارتباط بود دوستان عزیز، از اقتصاد عرض کردیم براتون که وزیر مالیه اعلان کرد که در حدود 6-7 بیلیارد افغانی کسر دارن و اگر به این منوال باشه وضعی افغانستان هم خود ریوینیوز یعنی 100 میلیون اینا کسر بودیجه دارن و یا بیلیون بگویم و او را اعلان داشته، خود حکومت یعنی در یک حالت افلاس قرار داره چون کمک های خارجی کم شده و عواید داخلی هم بلا سر از او که از واردات و صادرات خود ما نداریم کاهش میابه و سرمایه گذاری ها در افغانستان کاهش یافته اعلان داشتن و به این منوال هست. و یک خانم آلمانی دیروز از طرف چند نفر تفنگدار در کابل وقتی از محل کارشان بیرون می شدن در وزارت معارف افغانستان برای بخش تعلیم و تربیه اونا آمده بودن به افغانستان کار می کردن، او را ربودن و اختطاف کردن و تا حال سرنوشت از اونا معلوم نیست و اثر منفی بالای افکار مردم دارد، چی سرمایه گذار چی تاجر، و در مجموع خود بیامنیتی ها را اعلان می داره که طبیعی خارجی در افغانستان که با همه سیکیوریتی و امنیت اونا امنیت ندارن و ربوده میشن،
باز یک طبیع افغان خوب البته باز بسیار آسان میتونه یک نفر برو باین و پولیش هم بگیره و تعجیز هم کنه، یعنی نه پولیسی هست و نه بازداشتی هست، اثرات منفی خود میگذاره و خود رسانه های افغانستانی را بیان میداره. البته همین اخبار تازه در همین بخش بود، دوستان عزیز خواستم یک تبصره ما خود خدمت شما داشته باشم و نظریات شما را میخوایم داشته باشیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. آقای خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام. بچه هستم. خوب هستین اما چه جان شما. شما خوب هستین. الحمدلله بفرمایید. آقای خطاب من دو کلمه می گفتم باز به شما یک پیشنهاد دارم. بله. پیشنهاد دوستانه. بفرمایید. مطلب که می خواستم بگویم اویست که اگر افغانستان ما دوست داریم، اگر افغانستان مستقل و آزاد از اسارت حاکمیت و شراندازی ابلیس قرن 21، ابلیس قرن 21 یعنی امریکا ناتو و پیروان داخلیش، این گروه و دارودسته از هم پاشیده کابل و پیروان خارجیش مثل نظامیگرا و جاسوسای پاکستان و استفاده جوی منطقوی دولت ها منظورم است. مثلا ایران امروز مستقیما امرای قرارداد که بسته کرده و میخواهند بکنن با امریکا در افغانستان شدیدن استفاده جویی میخواهند بکنن، میخواهند آزاد کنن. در برابر ما صرف یک راه نجات وجود داره و ما از ده ماه به این طرف برای شما مردم افغانستان، مردم معصوم و مظلوم تکرار و تکرار کردم و بازم میگم که اینا همه در تبانی و اتفاق نظر و عمل با هم مثل پنج پنجه یک دست پلان ها سنجیدن، قرارداد ها و معاهدات آشکار و کنانی عقد کردن تا خاک شما، مردم شما، مقدسات، سنن و ننات شما را پارچه پارچه کنن و برای رسیدن به اهداف شوم خود با سرنوشت حیات و ممات ما بازی کنن. این واضح و بله بله بله. پس چی باید چه؟ پس باید بپاخیزید همه زن، مرد و جوانان غیور افغان و وطن آبایی و اجدادی خود را، ناموس و شرف خود را دوباره از خود سازید. افغانستان بروی شما نیست، باید افغانستان را پس بگیرید و زندگی اصیل افغانی را مجددا احیا بخشید. خارجی مسلح هیچ حقی بر شما ندارد، جز تبایی شما یا خاک شما دیگه هیچ چیزی را به شما برمغان نیاورده و نمی آورد. و یک مطلب را که میخواستم آقای شما برای شما پیشنهاد کنم آقای خطاب اویست که چیزایی را که شما تفسیره میکنین ما میشنهیم هر روز. شما خواهد بگوین که چیزایی که تو هم گفتی احمد چا گفت دعما تکرار کردی درست است. ما یک نفر از تو یک دقیقه میتونم گپ بزنم اما شما زیاد میتونین صحبت کنین آقای خطاب. و در این مورد بر شما یک پیشنهاد دارم اویست که اگر شما بتونین که یک در امریکا استین یک مامور یا یک با آدم با صلاحیت امریکایی در شما بیارین که ما از اونا سوال هایی داشته باشیم که امریکایی ها مثلا در افغانستان چی میخواهند. این بسیار مهم است برای ما و شما که باید بخواهیم با ما ما افغان ها برای فکر امروز برای ما معلوم نیست که اینا چی میخواهند. یکی و در غیر ازی اگر بتانین شما یکان مباحثه رو ایجاد کنین که دو نظر در چوکات احترام با هم با بسیار مؤدبانه بتانن یک صحبت سیاسی همه جانبه را پیش ببرن و بعد از اون دوستا و عزیزا تلفن کنن نظر خود را کنی بسیار به نظر من سمیه ما تلویزیون شما را بالا میبره و نفرهای دیگه میتونن در این بحث شرکت کنن. تشکر. بله خب تو چه وقت تقسیم کار شما؟ یک نفر افغان ما در امریکا، یکی از دوستای ما در عروسی دیدم گفتم چی کار میکنی؟ میگه من در واشنگتن نمیدانم در درون خود ستیت دیپارتمنت میگه کار دارم. معذرت بازور پرسیدم که برادر خیلی ترکو که همین کسایی که در قضایای افغانستان دست دارن و خودت هم همکاری از اونا هستی، یک چند نفر از اونا رو دعوت کو که من برای از اونا مصاحبه کنم، یک گفت و شنیده یقینا طوری که شما گفتین داشته باشه. آقای مومند اینجا بسیار با ستیت دیپارتمنت با تماس بودن، اونا گفتن که اگر با اینا مصاحبه شد و من بسیار خوش بودم که یعنی از اقل یکی از اینا پیدا میشه و با ایشان
صحبت خواهد داشته مرو یا روی با حکومت امریکا صحبت میشه و شما هم سوالاتتان راجی بسازین. من چه در فکر ما میگردم اونا او آقا در روسی گفت که باید بسر اوقع گیرشون سر بیاد دازه اجازه نلرم. اما در رکابی از اینا وقتی میدون از یک رسانی که ما وار یک آدم مستقیم از یخن امریکایی میگیرم و اگرم مصاحبه کنم شاید چیزای ما از او بپرسم که همه از او به منفعت و منافع ملی افغانستان باشه و بسیار تون سوالام من میتونم از اونا داشته باشم. اتفاقا و سوال فراوان دارم طالب بمره از اونا مصاحبه کمتر کردیم و بسیار خوب خواد بود. هر کس اگه میتونه یکی از اینا رو پیدا کنم من این آماده استم تا وس و توان میشه مصاحبه صورت بگیره. آمدیم بالای کسایی که زد و نقیز صحبت میدارن او هم یا باید از افغانستان پیدا شوه یا فرض کنیم او کسایی که در امریکا هستن فرض کنیم وزیر سفیر صاحب کسی که امروز در واشنگتن سفیر است بسیار خوب خواهد بود. ما تلفنی میشه از طریق سکایپ با اونا صحبت بدارم. یک نفر دیگه که زد حکومت است او صحبت بداره. من لندن رفتم و در اونجا آقای داود یار صاحب که دوست دیرینه و استاد پانتون ما بودن یک شخص مبارز و ضد اشغال بودن مگر دمی دویدن کل می دوید و هم صاحب رفت قرار در افغانستان پالوی کرزی نشست و باز در ارگ و باز باد زور سفیر لندن مقرر کردن. وقتی ما رفتم در اونجا در لندن در یک استودیو اونجا برابر شدیم که مصاحبه هم حاضر شدن و سوالایی را که در رابطه با اشغال حکومت افغانستان بدبختیایی را که میتونه عاید بداره میدونیم که آدم یکی با زوایای 180 درجه تغییر کرده. او وقت اپوزیسیون بودن با اشغال با حکومت افغانستان با همی چند کشور جهان که افغانستان اشغال داشت اینجا جانبداری میکرد نیست های بسیار کمک کرده افغانستان صاحب و ترام نیست تو وضع چطور شده میبینیم که همی آدم مثل که یک رقم جند گرفته باشه یا کسی را پیچکاری کرده باشه. این تو بدبختی های ما عاید حال ما خود ما شده. خب یک نفری که اپوزیسیون است ضد حکومت است اونا را میتونیم روی لاین تلفن بگیریم برای اینکه وسایلی که به استودیو اینا تشریف بیارن چون افغانستان ما نداریم در کابل هم همونجا جمع شدن خود یک سرویسی که میشینه یک آقا میره در استودیو طلوع میدره 3-4 نفر و بسیار شوقی هم هستن و مشهور هم شدن گفتی همون بعضی عسکرای پیشکی که مشهور شدیم اونا مشهور هم شدن در این میزای مدور آزادانه هم اتفاقا صحبت میدارن و خیلی مال شمسفید شده اما او میزار ما نتا چیش نیست یعنی موجود نیستن و آدم ها خلاصه میشه به ارتباط تلفنی و سکایپ. اگه او باشه شما یک تقسیم کار کنین کمک کنین تو فرمایش هم نتیم که اما چاجان میه فرمایش میته و باز گل آقا جان میه یک فرمایش دیگه میته بیاین با این تلویزیون یک کمک کنین خوی خورستانی شماست دیگه اگر کدام تغییری را در افغانستان آورده نمیتانین یک تغییر دمی خود پروگرام های تلویزیونی خو اگر میتونین یکی نی دو تایتانی یک نفر پنجم دوم صدم یکی خواهی که را میشناسه بیارین صد بار من خونی نمیگم بسیار خوش هم میشم پروگرام هم جالب میشه و یه حرفای هم که میزنیم تکراری نیست هر روز هم غم افغانستان ها تکرار هم میگن همی دو شما دمی خبر رسانه های افغانستان برین وزیر مالی هم یل نشسته آقای کلیل حکیمی و از عجز و بدبختی خود صحبت میکنه که چقدر وزارت بیکفایت است خودش بیان میداره ولی خو یک نیوز است یک خبر است خو ما همی در آغاز امیر برتان گفتم خبر روز است فردا باز یکی دیگهش گپ میزنه خو این امیر ما یک خبررسان هستم در افغانستان چی میگذره بالای امو اخبار ما صحبت میدارم به تو که بیاسلا شوم که چاریش چی است والا بدو که اون افغانستان امر وردار یک تغییر بیار رو خو تواناییش من نه خودم دارم نه خودت داری بیادر 46 کشور افغانستان اشغال داشته زیر قمانده از اون است او پروگرام و پلان های بسیار طویل مدت و جدی دارن و گفتی اگر افغان که خیر است با وطن ما ریلا بتی و باز یک طالب خود بپرانه و باز اونا بگوی خیر ما رفتیم او طور نیست بیادر یک کناوری در جان افغانستان چسبیدن خونی افغانستان هم میمکن افغانستان یک محل بسیار خوب اقتصادی است همین تبصیرهای درونی خود امریکایی ها را او روز آقای صدیق نورزوی برای ما یک چیز را ایمیل کرده بود بسیار جالب بود اما افراد بیطرف که چقدر یعنی این پلان های امریکا در افغانستان چی است فراتر از این است که ما فکر میکنیم که یک چند بیس نظامی و اینا را میخواه یا چین است و که او را مهار بسازه خود افغانستان یک کشور
باکره هست در حقیقت از لحاظ خود تفاوتات طبیعی نمیدانم در حدود 3 تریلیون یعنی 3000 بیلیون دلار سر یعنی ذخایر طبیعی از لیتیم گرفته و تا خود حجرات قیمتی که در اونجا افتاده و مواد را که تا اسمش من نمیدانستم اینا کشف کردن در افغانستان که خود افغانستان یک کتله یک جای بسیار قیمتی هست از ای که او تفحص شود در مدت طولانی از لحاظ خود سوق الجیسی و استراتیجیکی برای از اونا که اون منطقه را به کلی از اینجا یک حیثیت مرکزی را داره کنترل کرده میتونه برای مدت طولانی برای امریکا حیثیت حیاتی را اونجا داره یا ناقی بر ناق در یک جایی که با چند نفر طالب در جنگ باشه و تروریسم است همی از این ترور و تروریسم دروغ از ساختگی یک چیز بوده یا همی ذخایر را که آسیای میانه داره این پایپلاین هایی را که اینا میخواین این را بکشن و از رای افغانستان و با پاکستان و کراچی و با هین هندوستان این وصل شوه یعنی در وقت طالبا هم برای این مسئله صحبت میشد حیات طالبا اینجا آمده بود این یک دور طولانی اقتصادی است که ذخایر موجود است و خود افغانستان ذخایر تیلی داره یعنی هر کدام از اینا را پالو به پالو امریکایی ها کشورهای بزرگ بسیار دور خود میبینه ما بسیار نزدیک الان نمانو که یک چند بم افتاد و ولی فلانی زایی شد برای از اینا زایات افغانستان کسایی که در ویتنام مردن بی تفاوت در می سوریه کسایی که می میرن نه بیادر دفاع از حق بشر در اونجا مطرح است نه ملل متحدی است نه دیگه است چیزی که امینا می خواهند هر چیز با امون خمیر واری با مطب دل خود به پیش می برن همین جنگایی که در شرق میانه میانه اسرائیل و عرب صورت گرفته یا فرض کنیم فلسطینیا ایتا مظالمی که در اونجا بالای فلسطینی های بیچاره صورت میگیره و پشتیبانی از این که هست برای از اینا بی تفاوت هست هر قدری که آدم زیاد بمره و همون قدر زیاد برای از اینا مفید باشه او را زیاد دوست دارن نسبت به این که یک ترحم خاصی در سیاست موجود باشه یک افغان احساساتی و اکثر وطن فروش کتله بیچاره و خاموش یعنی به دست امریکا افتاده با عالمی از اهدافی که از افغانستان داره ای با که ما بخیزم و باز چند نفر مصاحبه کنم از ستیت دیپارتمنت و یک چند نفر افتادم اونجا ماش میخونن شاید اونا هم در ستیت دیپارتمنت خبر نباشن که امریکا در افغانستان چی میخواد یا از اون سطح فکری از اونا هم بالا است مگر در درون عمیق وقتی در مطالعات داخلی از اینا و نخبگانی از یاد تبصره میدارن او باز بسیار جالب است قابل اعتبار است و اشخاص عدیه نیست بله سلام علیکم بله بله آقای خطاب سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین سلام بفرمایید آقای محترم آجی صاحب خطاب سلام شما و تمام مردم افغانستان تقدیم دارم و علیکم سلام به احمد مردم نباشد که به اندازه توان خیش کمک مالی بدارد چی وظیفه ایمانی و میزان انسان است از وطن گشتم مسافر به دیاری آمدیم مسکنن و ایران شروع به وقاری راندیدین و تداران گرامی اگر به خاطر داشته باشید در روزای مراسم جشن استقلال در افغانستان نمای چشمگیری داشت با ویژه منطقه چمند حضوری کابل کارت شاشهی جمع و جوش خواه مقاله و روشنی برخواه آنم دیگری داشت اما افسوس کمین حالا مردم منطقه کارت شاشهی جلال بسیار پایشونت بی سپنایی و به نبودن برق شب والا با خوده لقبه نان خوشی سفری نکنند ناله و فقادشان به جای نمیرسد و زندگی در داخل افغانستان خیلیت شاد بوده میباشد بله. در مقابل دار در سه این غین و اعضای کابینه بدنام عمر کرده در تلاش بوده و هر سنگ زندگی ننگین خیشتا بیشتر ادامه بیرد و هر طرف دست پا میزنند که پل کمک بیشتر به دست میورد اشرف غنی احمد عبدالله به پشتبانی دولت امریکا یک اتاز میدان میباشند خودخواهی خود را یک اتاز میدان بوده چنانچه مردم عوام میگویم عبدالله باشد که خود را گم کند کت خدای مردم کند زور این خودخواهی اشرف غنی مکتوب عنوان دولت پاکستان تاریخ و توسط صلاح الدین ربانی وزیر خارجه رئیس امنیت عامه و سرگزی وزیر سرپرست وزارت
دفاع با پاکستان پرازه شد تا مولد خیلی بله بله دولت پاکستان واقع کرده است اما صرف نظامینان یا پر پاکستان واقع نشد این آیت به صرف گندگی باید از درود واپس به کابل است آزای حکومت وحدت ملی دلار تشویر خلا گفتن اعتبارشان به کلی از بین رفته است مردم مرلوبان وطن دوست افغان و پاخیزید به هر وسیلهی که میتوانید به خود راز ببرید این وطن فروشان جنگ سالاران قاچاق بلالا از میان بزارید همین حالا وقت آن رسیده است که اینها را از بین ببرید وایسا بله من رسیده که بخیزیم کجا بخیزیم بیادر امیاری که میگه بخیزیم ولی ما خیستیم بیادر بیایی که بخیزیم کجا بخیزیم چی کنیم یک پلان یک پروگرام یک چیزی برای خیزش و کار است نه یک نفر یک رهبریت باید باشه یک منیجمنت باشه و بخیزیم امی خیستن خو انوزه هم خود هدف مغایری از او قرار میگیرن اثرات معکوس داره بخیزن باز او سرکوب شد و کلگی خانه خود بره باز دیگه مایوس میشه داینده دیگه باز نمیخیزن کسی خیزش های فکری داشته باشین حداقل بیاین یک بعضی چیزها رو بگوین ولی می آقا میاین مقاله میخوانن صاحب چی فایده بگو رو کلش میدانه او آقای دیگه اما چرجان میه فرمایش میده مرا که فلانی کار کو فلانی کار بکو ما خو یک وسیله رسانی هستیم براتون بیر پر کنین شما افغان نیستین دلسوز هستین فکر ووشیتون طرف افغانستان است نارامی های افغانستان احساس میدارین ولی ما خال بیادر ما مایی شدیم همه هر کسی که افغانستان میگه و که قربان افغانستان شما میگه ما مولا دروغ میگه هم در جان ما میزنم بیادر یکی دروغ دوتا دروغ ما تجربه کردیم همی کسا اکثری از اینا که امروز وزیر خصوصا وزرای افغانستان اکثرشان ما میشناسم همینجا تو سنگ افغانستان در سینه خود شب روز میکوبید ولی در جان افغانستان برای سرمایه ها و دوزی و دقلی افغانستان رفت ما دیگه هیچ کسا دیگه تا که نبینم با چشم که یک نفر یک کاری رو میکن ما در فکر خود هستم که اینمی پروژه که تلویزیون پیام افغان نام داره و آزادانه صحبت میداره امی اگر ما توانایی امی را داشته باشم که چراغ از او روشن نگه دارم و در خدمت قرار بگیره یک مسیح خیری است خیری از برای مردم میرسه ما فوکس ما به امی است که اینمی نفت اوگار نشد از بین نره چراغش خاموش نشد در اینجا واقعیت گویی بیان واقعیت برای مسئله افغانستان صورت بگیره خود ما تشویق میکنم که واقعیت ها را بیان بدارم اگر یک کس متاثرم میشه مسئولیت هم به دوش میگیرم مگر فضل خدا افغانای ما عکس العملی از اونا در برابر برنامه های تلویزیون پیام افغان روز به روز مثبت شده میره جای خرسندی است امیر یک نعمت فکر کنین در افغانستان ما شما یک رادیو داشتیم رادیو کابل در وقت ظاهرشاه بابای ملت یک رادیو بود که 3 ساعت از طرف صبح نشرات داشت من اتاقیت بودم با چاشت صاحب یک 3 ساعت اونجا نشرات داشت خاموش میشد و صاحب یک طوله بود زده میشد کل مردم در خاموشی در تاریکی قرار داشت باز شب برای یک 5 ساعت نشرات بود و خبرهای 8 بجه بود و هم برای تفسیف و مدهی پادشاه و دیگر دیگر هیچ اونجا کس حق نداشت که نظر خود بیان حالی شما یک نشرات فراوان دارین اگر او چیزایی که در افغانستان است اونا لاینهای باز نداره و شما که در بیرون هستین و خصوصا امریکا، کانادا، لندن، اینجا اونجا بهترین کشورهای جهان وقایع جهان هم مطالعه میدارین و اخبار افغانستان هم میشنوین در لابلای عزیزی تحلیل و تفسیر بدارین و خیزش و دویدن و اینا خب جای خود داره هر وقتی که میگه سیب پخته شد و خودش میفته شما بگیرین پخته کنین باقا آبیاری کنین اولا تلویزیون یک کمک کنین ما از بعضی دوستای ما خواهش ما همی بوده که عضو همی تلویزیون شوی یک ماه یک $30 or $40 خانه یک نفر خراب نمیشه مگر اگه او قطع شد خانه همی تلویزیون خراب میشه بعضی ها سرشار میره بانی کردن سالانه 1,000 or 2,000 or 5,000 هم فرستادن بعضی ها یک چارقیرانی که میفرستادن امور استاد کردن و بنابر نمیدانم چی و چی که گلاهای عاشقانه از ما دارن که گویا
ما باید عاشق کلگی باشیم، اینا دشمن ما باشن. توقعاتی بیجا. توقع شما خامی است که تلویزیون باشه و ما توقع ما همی است که شما به می تلویزیون، به می رسانه کمکی برسن. باز یک شبکی که با پای خود را بره و توسط شما و سپورت شوه و حمایت شوه، خو ازی کرده نعمت خوب در کجا هست؟ زور مردم زور خدا هست. به این از این طریق بیان تان ها دیقل او را کم مگیرین که ما میفهمم و شما میفهمین. نه من نمیفهمم، ولی من بیشتر چیزا رو نمیفهمم که امی امریکا چرا در افغانستان است، امی پاکستان چرا هم حمله میکنه و هم دوست امریکا است. در امی ستیت دیپارتمنت کمپین و داره و تبلیغ داره و دوستدار داره، اما ما چرا قدر بدبخت هستیم؟ یارو خو نمیفهمم. بیشتر چیزای تاریکی سیاست است که ما قشرش میدانم و در درون والا سر ما چی میگه گیج شده کار نمیده که چی میگذار. بله سلام علیکم. سلام علیکم حضور خطاب. سلام نوری صاحب، خوب هستین؟ خیر بخیرین. ما همه حرفای شما را شنیدم، اما از همه اولتر در باره تلویزیون اپل و زتاوی کپا صحبت شد. باید همی تلویزیون باید کمک شوه، همی دیگر ها که فنگزی میکنن شما چرا نمیکنین؟ وقتی که تلویزیون برای مردم بسته شوه و مردم واقعا باز دست شکسته برون یاسین صدای شکست نمیشته و پیشنهاد ما به شما، به دوستا، به از هر کس که صحبت میکنن باید کمک خود به این تلویزیون بکنه. این تلویزیون بچه مردمی است و از طرف دیگر شما میتونید که از فنگزی بکنین حرکت تعرفه صد روپه پنج روپه هر چقدر که کمک و توان داره باید بته و این تلویزیون برای مردم باز باشه، از راه مردم گفته شوه و ما همین نظرم است. و دیگر اگر اجازه بدین یک کنین بفرمایید. محترم جناب خطاب صاحب سلام. و علیکم با عرض و احترام. هموطنان عزیز، همه میدانیم در حدود 14 سال از عقد موافقتنامه های بوند که توسط نمایندگان گروه های مختلف افغان در آلمان به امضا رسید سپری می شود، اما متاسفانه به وضعیت می رساند که نه تنها آرزوها و امیال ایجاد شده در بوند بلا عملی باقی مانده است، بلکه اوضاع سیاسی و امنیتی و اجتماعی و اقتصادی با گذشت هر روز در سراسر کشور ما به طور روزافزون بدتر شده می رود. تعرض روزافزون پاکستان در امور افغانستان، کشتار و ویرانی و بی‌امنیتی و جنگ بی‌ثباتی است. وقایع مآباد شاه شهید ثابت کرد که پاکستان به سیاست تقویت طالبان سالهای متوالی دوام داد. قاضی حسین احمد، سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، نصرالله بابر، حمدگل، اینها پدران طالبان هستند. حمدگل جنایتکار و تبهکار، جرم و گناه بزرگ جنایت در قبال مردم افغانستان از مدت 40 سال بیشتر بر حق مردم افغانستان جفا نموده است و قابل نابخشدنی است. خداوند دوزخ را نصیبش بگرداند و قاتل مردم افغانستان بود. مصاحبه دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله که با تند و تیز در رسانه ها اعلام نمود فاقد محتوا و برای چند روز شکل نمایش تبلیغی دارد و بعد از چند یوم خاموش می شود. هیئت افغانی عظیم پاکستان گردیده بودند، آنها بدون کدام دستاورد و نتیجه ای که به نفع صلح و ختم جنگ باشد برگشتند. سیاست ارکنشینان کابل و اصلا به کدام صلاحیتی از خود ندارند و اینها مزدوران هستند، موافقت مزدورانی هستند و مزدورانی هستند. موقف تاریخی و قدمت 5000 ساله افغانستان را پایین آوردند. واقعا اگر اشرف غنی مرد متفکری درجه دوم دنیا تعقل می داشت به شمول عبدالله خائن، باید موضوع و قضای افغانستان را با حمایت مردم و ملت افغانستان در سازمان ملل متحد پیشنهاد می نمود که در سازمان ملل متحد 200 کشور دنیا حضور دارد و پاکستان و افغانستان هم عضویت دارند که در قبال تمامیت ارضی و ختم جنگ تصمیم می گرفتند. در غیر آن مردم افغانستان با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. مردم افغانستان باید اتحاد و اتفاق داشته باشند، هوشیار باشند. با در نظر داشت چنین نگرانی‌های خطیر، مسئولیت‌های با توجه جدی به اوضاع وخامت کنونی در داخل کشور با گفت و شنود بین الافغانی با هم کنار بیاییم و با این جنگ خانمانسوز پایان دهیم، بهترین راه ادامه و تصدیق پروسه صلح مسلکی جهت نیل به یک حل و فصل جامع سیاسی عملی منازعه جاری در افغانستان. طرح محترم دکتر وحیدالله متخصص ارشد و شناخته شده و رفع حل منازعات منطقوی و بین المللی که 20 سال تجارب و سابقه کارشناسی در سازمان ملل متحد در مورد حل قضیه افغانستان و کشورهای جهان دارد.
محترم جناب دکتر وحیدالله از نظر تفکر ملی در جهت مخالف پایسای پاکستان قرار دارد و از سازشکاری ها به اساس جاسوس و گروه های فاهم بکشر و منافع لوای کشور نفرت دارد. طرح موصف به خاطر صلح، تدویر لوی جرگه انتقالی، تدویر انتخابات سراسری آزاد، شفاف و عادلانه به کمک سازمان ملل متحد جامعه جهانی با تمام کمک وطنداران چه در خارج و داخل با اراده خداوند متعال صورت خواهند گرفت. از توجهتان تشکر. رویتان می بوسم. خطاب سید اگر چیزی گفتنی دارید میشنوم. با عرضت والا گفتنی خود چی میگم و با شیرینی گفتن یا لو گفتن دان شیرین نمیشه. بیاین در عمل هر کسی که طرح داره، هر کسی که یک کاری را راه انداخته میتونه، طرح خود کاغذ است، بیا ما یک طرح برات نوشته کنم، بیا در که خودت ایران بانی که آدم چطور تانسته که طرح را از کجا دانسته. عمل از اون مهم است. امروز چی میگم شرنگانه میگفتن یا الارم در گردن گربه کی انداخته میتونه. در این ملک امریکا نشستیم، نان و آبش را میخوریم، ملل متحد هم زیر تسلط امریکاست، بیادر تا که امریکا نخواهد ملل متحد هیچ چیز هم کرده نمید. هر وقتی امریکا یک پلانی داره ملل متحد پیش میکنه، مؤسسه دفاع از حق بشر در اونجا فعال میشه، جایی که نخواهیم کلگی خاموش هستن. بیاین ببینیم، مقصر پاکستان خواه است، درست است، مگر مقصر تر کی است؟ بادار پاکستان کیست؟ خو یک سلسله مراتب داره. میرن پاکستان، باز پاکستان میاد افغانستان. همینطور در دوران جهاد پول غرب میداد، اداره را پاکستان میکرد، جنگ افغان میکرد. حالا معنی چیز است؟ وقتی آدم همین فرمولی ساده را نفهمه و ملل متحد خود امریکا مهم است، اونجا پاور دارن اینا را، چند نفری دیگی را. امی دوست محترم که شما مکرر یاد میکنین، خب برن امی آدم بگیرن نماینده ملل متحد بسازن، نماینده خاص مردم افغانستان، برن اونجا کار کنن. اگر این پلان و پروگرام های از اینا کاری میفت، ما بسیار خوش میشون برشان، لبیک میگم و شعباس میگم، دعا میکنیم برشان. مگر با این پلان و پروگرامی که هیچ نامعلوم است و هیچ گپ معلوم نیست، اولا پاکستان صلاح خود بگذاره، طالبان دیگه بس کنن، حکومت هم قوی شوه، که فلانی شوه، فرمایش های چی میگه از توانایی کلگی بالا هر یکی میتاییره. خب ما هم دارم و دیگه هم دارم فرمایش. وقتی داخل عمل شوه یک نفر یک کاره، وقتی که متفکر جهانی که او متنازعات بین المللی و اقتصاد نمیدانم کدام کشور از طریق ملل متحد، که کار که اشرف غنی برای این پروژه ملل متحد کرده هیچ کس دیگه پیش نبرده، در هر جای دیگه موفق بوده، مگر در افغانستان اونم کلیش خالی میشه. به هر حال دوستان عزیز، برمیگردیم، یک وقفه اعلانات داریم، خدمت شما خواهیم بود. بیاین بالای مسائل صحبت بداریم. ما چند بار پرسیدم از شما که اون آقا را تشویق کنین بیا صحبت کنه، میگن یه والا اساسات ژورنالیستیکی و که ژورنالیسم و بیای بدارم از مگر تجربه دارم میاریم اینجا بینیشین که سوال های نرم و همه تو پنبهی کنه که یک نفر خوش باشه. ما هم خب میخواییم حقایق بر بنا بداریم، و اگر یک نفر توان یک پرسان و چی میگه پرسش نداره و میلرزه و میترسه، دیگه باز افغانستان چطور میخوای آزاد کنه از این کوهای غم؟ نمیدانم. نوری صاحب خوش باور آدم هستی، مگر ما دوست دارم ایتا. همونطور که نوری صاحب گفتن، خود همین نوری صاحب یک دو ماه قبل عضو همین تلویزیون شدن، والا پرداختن یک مبلغ کمک کردن، لطف کردن، من می خاطر نشان باید بدارم. به هر حال برمیگردیم، انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. آیا می دانید امروزه بسیاری از انسانها برای نداشتن امکانات کافی جان خود را از دست می دهند؟ قلب شما مهمترین عضو بدن شماست. از قلب خود محافظت کنید. دستگاه اندازه‌گیری ضربان قلب فقط 99 دلار. دستگاهی سبک و قابل حمل برای همه اعضای خانواده را سفارش دهید و در صورت نیاز میزان ضربان قلب خود یا دیگران را از طریق انگشت اندازه‌گیری کنید.
شما بینندگان ویژه ما هستید. به همین دلیل برای زمانی محدود دستگاه اندازه‌گیری ضربان قلب را با قیمت فقط 49 دلار، بله فقط 49 دلار در اختیار شما عزیزان می‌گذاریم. صبر نکنید، خود و اعضای خانواده خود را از خطر احتمالی نجات دهید و دستگاه اندازه‌گیری ضربان قلب را خریداری کنید. تلفن سفارش 818-917-1588. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. مژده مژده مژده، یک برنامه جدید تلویزیونی در بانکت هال دنیا در ویرجینیا به همت هاشم عباسی با گردانندگی مخلص شما امان اشکریز به زودی از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر می رسد. توجه بفرمایید. مرزا قلمی های مرزا قلم با روش ما در اجتماع، مرزا قلم آوزمون تگلاره پتوله نکی، این وطن افغان ستان است یا با چه رشوت بخور، عامر کاغذ پران است یا با چه رشوت بخور. I have medium regular coffee. از شما خامو بجوش هست؟ بله، مثل همیش خودت میخوایی. Can I also have a small hot water هیچ چای با چای نازو نمی رسد. چای نازو، لذت در هر پیاله. شرکت ساختمانی بست هوم در شهرهای زیبای انتالیا و آلانیای ترکیه با فروش آپارتمان، مغازه و منازل رهایشی و خدمات عقد اقامت ترکیه، اقساط پول خرید مسکن، هتل و ترانسپورت رایگان در طول اقامت شما در ترکیه و خدمات پس از فروش در خدمت شماست. برای معلومات بیشتر لطفاً با آقای عمر بارک با شماره تلفن های زیل در تماس شوید. رستوران و بانکوئت هال کابل با مدیریت ماریا احمدی، یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن، با گنجایش بیش از 200 مهمان از محافل عروسی، شیرینی‌خوری، شب حنا، سالگره ها و غیره مراسم، با سرویس عالی در فضای گرم افغانی با غذاهای خوشمزه وطن عزیز در خدمت شماست.
رستورانت و بانکوت هال کابل با فعالیت های همیشگی این بار به فامیل های افغانی در سراسر انگلستان و اروپا اعلان می دارد که هر ماه دو بار هفته اول و اخیر شبهای شنبه محفل موسیقی زنده با غذاهای خوشمزه افغانی آماده پذیرایی شماست. لطفاً یک هفته قبل میز ریزرو نمایید. همچنان کابل موزیک با عرضه لباسهای قشنگ افغانی، سی دی و دی وی دی های دلخواه شما. غرض معلومات مزید با محترم عبیدالله احمدی با شماره های 0208-571-6878 079-031-032-44 به تماس شوید. گران دوستان و سلامونه و احترامونه ستاسو خدمت کیو در پروگرام جریان لري د افغانستان په اندر کښالو په بدروزه سره غږیږو. سروي افغانستان از اکسپرتس ډیسټریسټ اباوت سروي ریزالتس ان راستي امي نتایج سروي کې کرده و تلیفونی به این وان تلیفون زده ای انانی جهانیست در جهان در امریکا هم آمار میگیرن که نظر مردم در برابر حکومت فرزند در برابر تصمیم فیصله که حکومت کرده یعنی در برابر حکومتداران در یک اجتماع دموکراسی نظر مردم بسیار قیمت داره. در افغانستان اگر نظر مردم گرفته شوه یا نشوه به معناست و نتایجی از او فرض کنیم مردم راضی نیستن با چی میشه و اشرف غنی هم اعلان میته و آقای عبدالله هم خدا شرش کرده در مرگ دریشگکای خدا میپوشه بیادر از زمین بورلیل زمین امریکا برده با خود لکس کتلاکی میگردن صبح کتلاک میبینه کدام دریشی خدا بپوشه و هیچ معلوم هم نیست این وظیفه همی مردم با ایدینا خاک بسر باشن ملت خاک بسر هستن این میامون تو لباسای چرک و چتل و کونه باید تنی از اینا باشه مثل گاندی رفت در هندوستان اما لباس امو 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 انگلیسی خدا گرفت آتش زد و در داد و کل گیره تشویق کرد که کل هندوستان دیگه باید لباس خارجی نپوشه. این توسط انگلیس ها ارگ داخل شده، توسط انگلیس ها پول معاش و مدد ازی میرسه و لباس انگلیسی در تنی ازی هست. با انگلیسی ها مال کوشیدن هر کدام امرولا سالی و اینوان میبینن که در اینجا نان از حواس کوشیدن هم تو معلیم های خانگی که یک چند کلمه انگلیسی رو اینا بتانن بیان کنن به زبان بادارای خود صحبت بدارن. برای وطن، برای مردم، ارمغانی از اینا چیز صفر. زورگویی، بدگویی، بدکرداری، انانی روز و کاری از اینا شده که داخل هر یک انسان داخل میشه وظیفه خود باید بیان بداره. اما ولی که حضرت عمر رضی الله عنه فرستاده بود به یک طرف یک داستان مختصری از او را بیان میدارم و یک آدم متمول و پولدار بود به یک ولایت فرستاد. دو سال بعد دور خواسته بود که برای چی میگم تحقیقات و راپور کاری حضرت عمر رضی الله عنه ولیای خدا در دو سال بعد مطالبه میکرد و از اونم میپرسید که اجرات چطور است. بعد از دو سال بعد میبینه که حضرت عمر رضی الله عنه در امو خلافت نشسته و عرایز و مردم دوری از او آدم جمع است. میبینه که اگه آدم خاکپور و تو وزش خراب و لاغر آمد در امو محل یا دربار خلافت حضرت عمر رضی الله عنه نشست و انتظار یایی بود که حضرت عمر رضی الله عنه رو بگوید که بیا ولی سر صحبت کنی. نشسته بود تا که همه رفتن و آخر حضرت عمر رضی الله عنه بالای صدا کرد که آقا جان خودت کی هستی چی میخوایی دو سا... سه ساعت است که اونجا نشستی. گفت ما خو فلانی ولیت است و ما را خواسته بودی که ما میخواستی بپرسی فرمانت گرفتم اینه ما در آ گت شده ما آمدم اینجا. گفت اسم چی است؟ اسم خدا. گفت یک عنوانی. گفت خودت امو آدم هستی؟ گفت بله. گفت خواهی چرا تو یک بیخید وزن بدنت نصف شده، لباست به کلی کهنه و فرسوده، به کلی تغییر کرده همی حالت جسمی و لباسی تو اینا.
گفت ما خوامو والیستم، از اینجا که میرفتم بیشتر لباس با خود برده بودم، پول داشتم، پول خود با خود نقل دادم. اونجا که رفتم دیدم که بیشتر بدبختی است او ولایت، و ما هم کتابولا را باز کردم دیدم که دو چی تحریر شده و چی نوشته شده. شب و روز ما دیگه نه سعیدم برای رهایی مردم کار کردیم، هم پول دارایی ما هم که بود دورم مصرف کردم برای رهایش مردم. دیگه نیم یک کچکولا که دارم، یک چپنکی کهنیم است، و ما در 24 ساعت دو ساعت ناسعیدیم در دو سال، و غذای ما هم در 24 ساعت یک بار ما غذا خوردیم چون مردم گرسنه بود. دیگه حال ما را خودت خواستی اینجا که یعنی اینی کارا را کردیم و راپور داد. حضرت عمر رضی الله عنه را گریان گرفت، یه حالتی شخصی که دید که خودت گفت از من کده بهتر استی، ما که خلیفه عادل مرا میگن این عدالت. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه را گریستاند و رفتی را در آغوش خود گرفت و او را گفت هر وقتی که خود داخل بهشت میشی که ما از یادت نرم. این داستانه دینی را که شما میشنین و امروز حکومت اسلامی افغانستان هم با این نقش و نگار عبدالله و اشرف غنی و دیگه و دیگر هم میبینین، این تجمل پرستی اراکین دولت هم میبینین، هیچ وفق نداره با همین، نه قرآن، نه حدیث، نه کتاب، نه انسانیت، نه شرافت. از هر درکی شما بسنجین میبینین که در اونجا در درونی از یا اسلامیت رو خوب بگذارین که خود کرامت انسانی به کلی مرده در میان است. ولی چور، چپاول، دروغ، بدبختی های مردم شتافتن در اونجا. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. علیکم. ما قدیر مومن هستم از مشیگان زنگ میزنم. به می جواب شما و احمد شاه جان برادر ما بگوین که من سفیر افغانستان و پاکستان خواهش نمودم که در تلویزیون شما حاضر شوند و با جناب شما خطاب صاحب مصاحبه کنند و ما و همچنان از معاونش وزارت خارجه دیوید رنگ از او خواهش کردم، اما هر دوی از اینا برطرف شدند. وزارت خارجه بسیار گدودی است آله که بسیار خلاصه بگیم که امریکایی ها افغانستان اشغال کردن، میخواین که اشغال خود ادامه بدن و امور سیاسی و نظامی اقتصادی افغانستان اینا به پاکستان داده که یعنی افغانستان غلام شده و حال در جهان دو نظام وجود داره، یکی نظام الهی مستقیم گرایا که الحمدلله شما و ما و شما هستیم و دیگرش نظام شیطانی است. و یک سوالی که خطاب صاحب از شما مدارم، امی وقتی که وقتی که الله سبحانه و تعالی آدم و هوا را و ابلیس از بهشت اخراجشان کردک، آدم علیه السلام اون خود زن داشتک اما ابلیس زن نداشتک. حالا آیا همین نظام هم جنسبازی اینمی نا نیستن؟ اینمی کسایی که آره که اینمی کمونستا، این کمونستا اکثرشان که در مکتب بودن اینا همی جوهر مردی نداشتن، اینمی آره که آره اینا اینقدر چیز ندارن که میاین آره آمدن به زیر دست امریکایا کار میکنن کلگه این کمونستا که هستن، یعنی وحید الله و اینا کلیشان اینا کمونیست ها هستن که اینا آل غلام از غلام کمونیستی آمدن غلام صلیبی ها شدن. باید اینا خجالت بکشن که اینا چطور آمدن در امریکا آل قروانه و والفیر میگیرن. و سوال ما ایست که خطاب صاحب که فقط اینمی ای شیطان خو زن نداشته که آل اینمی نظام امجزگرایی اینمی نظام شیطانی نیستک؟ ولا بیادر زن که آرسی نکده، خب زن برای تولید مثل است که انسان زیاد شود. شیطان نمیدانم تو جسمن هر انسان شیطان شدن، پول شیطان است، دارایی شیطان است، همه هر چیزی که انسان به یک بیراهه بکشن و از او فساد بار بیاره و آدم کشته شود و مصائب را بار بیاره، اونمو اسم از او شیطان است. شیطان تو یک جسم مثل ما مردم واره نداره، اما تو فرشته ها هم ازدواج نمی کنن. ولی تو اگه باش جبرائیل و
میکائیل و که دیگه و دیگه همی فرشتایی را که حداقل ما میشناسیم معذب شده و اونا هم مزدوج نبودن، ازدواج نکردند. ایمان از این نمیده کلی از اینا مردم های مخلوق بد خداوند لایزال بوده. دیگه اینمه تو راز که کی برکابی کی میدوه و کی نمیدوه، ولی قدر گدودی شده. حکومت اسلامی میگن حکومت شیطنت و دروغ و فضولی است. این پاکستان یک حکومت اسلامی اعلان کرده، یعنی ایران حکومت آخونده جز شیطنت، آدم کشی، دروغ، همین اردو در جوار ما قرار داره. اگر تو واقعا اسلام چون آفتابی تابیده بود بالای کلگی و تو که در اسلام میگن که اسلام سرحد نداره، دیگه همین سرحد پاکستان و ایران هم باید نمی بود، اما یک حکومت مسلمان می بودن، تحت یک لوای اسلام به پیش می رفتن. خود قرآن تفرقه و نفاق و شیعه و سنی رو خو بعدا در طول تاریخ به وجود آمده. در غیر از او همون نطفه و بنیاد خو قرآن از حدیث از آنچه بزرگای اسلام یقینا اونا در اعمالی از اونا صادر شده و از مبارزه گرفته و تا عدالت و ترپاکی و ایمان و تقوی کتاب الله را تطبیق می کردن. و ما انسان ها هستیم که در طول تاریخ به بیراه می ریم. اگر شیعه با سنی و باز خود سنی با سنی، شیعه با شیعه، هر یکی برای منافع خود امو شیطان در درون از اونا لانه و خانه می دار. ای هم جنس بازای امریکایی بعضی ها را که ببینی همه قدر مردم های خوبی هستن. اونا کمک هم میکنن. پول خود هم میفرستن برای یک غریب غربی جهان برای یتیما. من بعضی از یار دمی کاری که ما هستم خود اینجا در کالیفرنیا زندگی میکنیم، در یک محل است در اونجا همی هم جنس بازا و اینا تو رستوران ها می هم اونجا ارتباط کاری ما با همو صاحب رستوران دارم و یکقدر متفق مردم هستن امونا و یکقدر با من میگم که یکان بار که میرم صحبت میدارم باز پسان میبینم که آدم هم جنس باز می برای اینا را گی میگه. ما تا وقت هیچ نمیدانم برای یک ماه دو ماه بمرش گپ زدیم و شر انسانیت تو چی کار هست، میگه من خود انجینیر هستم، یکی میگه من رئیس یک کمپانی هستم و صحبت بعد از او یکی میگه که خودم جنس باز هستی، یک بایفرند داره یا پرس کنه مرد با یک مرد دیگه ارتباط داره، باز اونا هم در میان خود تو نیست که با هر مرد بره، با یک مرد حتی ازدواج میکنن یا زنهای ادمی کالیفرنیا زن با زن ازدواج میکنن را به نام لزبینز میگیش. این به نزد خداوند معاملی از اونا که چی میکنن، مگر الان یک نفر خون میریزن و خود مسلمان هم میگه. امی سیاف صاحب همی الان اینجا یک چی داریم، یک کلیپ دارم اگر او را ما برای شما نشان بتوم که امی امید گلی که پریروز وفات شده رئیس ISI در وقت جهاد همی امید گل همی را میچرند گوسفند واری طرف طرف هم دست سیاف گرفته با ریش انبوی سیاه هم وقت در وقت جوانیش بود نوازشش میکنه، این طرف طرف میبرش. این دیگه کلی که زیر قبضی امید گل با پیش رفته، همی ربانی صاحب عامرش امید گل نبود، وقتی رئیس جمعیت اسلامی که یک قماندانش همه چای مسعود بود، یکی نمیدانم اسماعیل خان بود دیگه بود، خواهم خود ارگان از پشاور پول و مددش میرسید پاکستان، باز پاکستان با ربانی صاحب، با حکمتیار صاحب، با فلانی صاحب معامله میکرد، باز اونا از اونجا صفحه پول میفرستادن برای قماندان های خود تخصیصی ها داشته. این از امون یک شیردهن اینا آب خوردن، از شیردهن امید گل همیشون برشان چالان میکرد. این این مردم بودن، اونمو آدم میکشن، یعنی سیافه قدر آدم در کابل کشته. یقینا اگر هر یکی کابلی رو بپرسه نمی دوستم که علی از افغانستان دفاع میکنه، به هزارها آدم یادم کشت. قتل بدترین گناه است بعد از شرک از لحاظ اسلام. وقتی آدم درجه بندی کنه گناهانی که انسان مرتکب میشه که چقدر انسان به ضرر دیگه می انجامه، او پیغمبر سه بار قسم یاد کرده که مسلمان نیست، ایمان نداره. باز پرسیدن چی هست چی هست، باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر کسی همسایی از او از دستش ناراض باش. این شما ببینین یه حدیث هم واضحه، یه حدیث بسیار خوبی هم هست که چی را اما میگن درست است، هیچ کس چی نداره، ملاحظه نداره در رابطه با یه حدیث. یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که نانتان حرام است اگر شما
شکم پر یا سیر میاساین و همسایت هم گرسنه است. خب بیاین ایره پورا کنیم. آدمی افغانستان هم این تقسیم عواید و پول و اینا افغانستان شما ببینین یک همسایه بیلیونر است و یک همسایه در خاکدان نشسته شب و روز از امون خاک رو با به یک چیزی را میخواید جمع کنه و بخوره. شر جالب است. ما مصطفی جان همی خبرای دوستم و نمیدانم معصوم استانگزه اینا را لطف کنین پخش کنین که تغییرم بیاد همی رواند پروگرام و دوستا ببینن که این دوستم را شما میبینین برای دفاع افغانستان و یرفایی را که آدم قاتل و گلم جمع میزنه و ضد طالب و که پاکستان و که دیگه و دیگه یک آدم دائم الخمری بدبختی که اشرف غنی متفکر آورده معاون اول مقرر کرده و بعد از او معصوم استانکزایی او آدم وزیر دفاعتان و این ازمی شما میدانید که دفاع شما را همی مردم میکنه بسیار جالب است ایره ببینید. معاون نخست رئیس جمهور و سرپرست وزارت دفاع ملی با اشاره به ادامه نبرد در کشور و حمله های اخیر در شهر کابل میگن که سازمان استخبارات پاکستان این نبرد را در برابر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان براه انداختند. جنگ شمال، جنگ برد و باخت، جنگ با آیسای و قوتهای امنیتی و ملت ما. منظور ما جنگ در چی است؟ یکی ثابت کنیم ما زده میتانم تانم. تو آتش بس نمی کنین، تو این تا میای کابل بی گناه بیچاره در تفلا در خواب زرکپک شده. ما باید تو کنیم نقطه چنده چنده می دنیم، جنرال تو را می دنیم. در این حال سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم ترفیع برخی از افسران ارتش ملی، تجمع رهبران طالبان و گزینش رهبر تازه این گروه را در پاکستان به معنای زمین سازی برای ادامه نبرد در افغانستان میداند. در جلسات علنی برای رهبری نو حرکت طالبان بیعت گرفته میشه و از اونجا اعلان میشه که ما جنگ ادامه میتیم و از اونجا باز اعلان میشه که مسئولیت کلانترین جنایتی که در شهر کابل باز هزارها طفل و خرد و اطفال در اونجا به خاک و خون کشانیده شدن این مسئولیت باز به عهده میگیرن. این معنای چی را دارن؟ این معنای از این را دارن که یک جنگ اعلان نشده و یک جنگ اعلان نشده تبدیل شده و جنگ تبدیل شده که ما در اینجا یک حکومت موازی می سازیم علیه حکومتی که او را به رسمیت شناختیم، روابط دیپلماتیک داریم، روابط سیاسی با او داریم. این روابط بدون از اینکه ای را در نظر بگیریم برای سقوط از این حکومت کار میکنیم. سرپرست وزارت دفاع ملی ناتوانی مدیریتی را در نیروهای ارتش ملی تایید می کند و برخی از مشکلات اخیر را در میدانهای نبرد برخواسته از این نتیجه مدیریتی می کند. توزیع آزمایشی شناسنامه های برقی یک بار دوستان عزیز را صرف خاطر نشان بود که دو نفر دفاع شما را می دهد. دوستم و معصوم استانکزایی که یادم از او دنیا از دست یک طالب یکی را کشتم و رئیس کمیسیون صلح آقای ربانی صاحب با آوردن از دبی او را پراند و پرخچاش در آسمان کرد و این آدم هم در حالت کما انداخته بود برای شش ماه پاکستان. اون وقت جنگ اعلان شده بود آقا جان که خود در حالت بیوشی برای چند ماه تو را تداوی میکردن تا که از بستر مرگ خودت رهانیدن. با حکومت آقای کرزای خودت بسیارم تو وفادار و جان با جانی کار میکردی آقا. خود یک میراث 13 ساله جنگ پاکستان تا این دم دوام داره، یک روزه و دو روزه نمود. حالی شدید شده از بیکفایتی شما بود. و این میاد وارونه نشان میده. اما چیز بالای پاکستانی نمیگه که خود حکومت مقصر است. در وزارت دفاع یک وزیر ندارین شما. او خو قصور پاکستان نیست که پاکستان بیا برای شما وزیر دفاع مقرر کنه. او خو کموکاستی خود حکومت افغانستان است که تا یک سال است که خود حکومت انتخاب مقرر نشد و در درون ارگ یک دو نفر بنابر مصلحت بوجود. این دیگه گناه پاکستان چی است؟ خود اینا باید همی شرافت می داشتن که نمیپذیرفت. یا همی معصوم استانکزای باید اشرف غنی را میگفت که یا ما وزیر دفاع باشم با این شرایط و یا میگفت که ما واجد شرایط همی کار نیست.
در کمیسیون صلح چندان مزیم نبود، پول معاش هم سر ما حرام بود، طولی سالها هیچ همی کمیسیون صلح را بار نیاورد، معاشای مفت گرفت و نمایشی. ولی مرا به جنگ روان میکنی، در جنگ هم بیچاره مریض هستم، را رفته نمیتونم. اونمونج استاد میشه، توتی واره گپ میزن. خودی مردم شرافت و وجدان و منعات و کرامت انسانی و افغانیت در اینا مردن که بخیزه بگوی اشرف غنی رو که فلانی آدم میتونه وزیر دفاع خوب شوه، اگر از لحاظ خیز و جست هم اگر باشه تجربه هم، آدم بیشتر تجربه دار. وقت تجربه ندارم، اگر هم باشه اون ناکام بوده. مرا چرا گزیدین و ما توانی از زیر ندارم. هر کسی که توانست که خودی از اونا امی شرافت و مناعت در درونی از اونا بود، ایمانداری که خودی از اونا استعفا بده، کار نکنه و بگه که من امی واجد امی شرایط نیستم و امی کار کرده به پیش برده نمیتانم. والا جنگ پاکستان خود جنگ اعلان کرده پاکستان، شما ستانکزای آقا ماسوم جان بخیوه در به امرای امی آساچو به پای لنگید بده صد پاکستان چی کرده میتان؟ یک چیز را اعلان میداره، بیان میدارن، خبر میسازه. خب نتیجه از او چی هست؟ خب یک کشور آمده بالای شما جنگ اعلان داده، خودت هم سرپرست وزارت دفاع هستی. ملت باید بپرسه از یادم که خیلی چی هست؟ یک نفر بالای شما حمله میکنه، جنگ هم اعلان کرده، یک کشور پهلوی شما ابر قدرت و شما هم تایید کردین که رئیس جمهور خودت قرارداد هم امضا کرده و یک لنگ دیگه به نام نمرخیل او دستخط کرده. یک تکه میره کمونیست و چپی و خلقی اینا حکومت احتوا داشتن، هیچ وقتی برای حق بشر افغان ندارن. نمیدونم، اتنامی دیدنی از این شنیدنی از این اختناق فکری را برای یک آدمی که عقل داره و بدانه بار میاره. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سلام. بله و علیکم سلام. خوب هستم؟ خیر خیر. خطاب سلام محترم، برای ما لازم اول جای خوشی است که امریکا و متحدینش فشور ایران گرفت که معنی جو کدن به معتم شد. اگنی امکان ازی بود که ما از نماز چشت و شام و دیگر خدا قبله ما را تهران می ساختند، به قصر می کنند. خدا از ظلم اماما و ملاهای ایران آدم ما شما را نجات داد انشالله. خدا می روان است. نگاه در وسیع حدیث محصب که شما گفتیم که همسایه به عذاب نباشن، چرا خود گفت است. ما سه همسایه بسا خطرناز داشتیم، یکیش روسیه بود که ما رو در زبر کرد، خداوند خودش هم جزا داد، پرتو پرچه کرد که تو کاسلوسایش و تنفروشای خلق و پرچنش. دیگه منده ایران و پاکستان که ما از دست سازی آرامی نداره، اما گناه پیش خود ما و شماسته. آیا یک پارلمانی که یک کمونیست و تنفروش رای میده باید وزیر داخله اغراده؟ همین خواه غیر انسانیست. یا آقای اتمره به شرم نداره آقای اشرف غنی که اتمر به پلی خود گرفته؟ شرم است. و دیگه که رئیس پارلمان است که به سواد است که انفجار نده شالتی برق است باز یک قندهی و تو چیزی با شالتی بایی اون از اون کرا عمق تر شد. ما جنجال تر ما ایش خوشم نده که وزیر خارجی ها گرد بزنم درست که امریکا چی کرده چی تو ما و شما گناه ما از عرف تا یا گناه خود ما شما از خطاب سید ما شما چی کنم و چندان مردم نیستم به مقابل پول به فتن وطن ما فروختم این عادت اوغان است سید به مقابل پول به صورت وان گلوری از درا زانی میزنه حتی شما این مردم تور شده. بله 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 بسیار تشکر. شنیدیم سید بالا. بسیار تشکر عبدالرحمن جان از لطفتان. بله خدا. اینجا یک خبر بگویم یا یک ایمیل برای ما رسیده، دوستان عزیز اونجا نشان میده در مرگ امید گل که البته روز یک شنبه همون خونریزی مغزی در یکی از بیمارستان های مری در پاکستان وفات نمودن، او رئیس ایسای بود در وقت جهاد و آدم باز یک عکس به امرای سیاف گرفته بود، بسیار جالب بود. پایین بیا مصطفی جان عکس نشان بده، اینی عکس شما کم ای امید گل نشان میده در جوانی از اونا و سیاف نشان میده، یه آقای سیاف هستن، یعنی ریش طولانی که داره با لنگوته و اینا در دوران جهاد و رئیس یکی از احزاب بسیار مهم جهادی امینا بودن
اونجا هر کدام از اینا را از دست بگی از یک اتاق به دیگه اتاق ببره دیگه نوکر و برده و غلام پاکستان بودن. امروز آقای سیاف طالبان را مخاطب قرار میتن که اینا فروخته شدن. این تعجب است. یک انسان اگر راستی ریکارد پاک وطنی و ملی و چی میگه خدمت به مردم میداشت و بگویا خود دل آدم گفتی قابلیت درد نمی کنم. بگم خب یک انسان است یعنی خود از این یک چیزی کرده. اینا خود از یا چی میگم و محصول پالیسی دشمناندود پاکستان بودن هر کدام از اینا. و بعد از او به افغانستان هم که فرستاده شدن امیال هم از پاکستان همی آدم قمانده میگیره حتما. به هر حال بلی سلام علیکم. سلام علیکم. څنګه قاضی صاحب جوړ پخ؟ دا وخت سوال نه کوم د کوم ځای شروع باندې وکم. دا ساس برنامه کې څلوري ساعت یوم کوم ده. خلک واقعیان که غواړي په هر څه او په ډېر څه خبر شي دغه ستاسې راباندې روښانه کړي ستاسې د مرستو وکړي ستاسې د کومک وکړي. هغه نوري خو وویل پنډېزن کوم که یو قرض یې تعین کړه پر خلکو به دغه وکړو. دغه څه کړم یو تیمورشاه سم ته ورته وویلم ساسې برنامه څلوري ساعت شل کومه ده. دا دې دا نیم کرایي دومره نه دومره ډک پر معلومات سړی دی ور وړاندې بکر د شورا کې موږ پنځلس نفره به ناموس وي نوکر د بې ناموس دي ورته ووایم له هغه ځایه سزا که نه شي کولی خطاب ساتی بند دته به ووایې دی دا څومې دغه تان قهرماني کوچنی کې چې دی قسم ښه خطاب صاحب کاغاز طالبان پایلوچو رونوچو یو کله شنکوب که وایې درسم کې به تللی دی د دنیا څه وځغلولل اوس څنګه چې امریکایي پاکستاني کوکه پر راسې دغه واشي دوستم څوک د احمقان دي ډېر ځله دي هېڅ په ژبه نه پوهېږي ستا دا د داوود یار دا بیرته په محکمه په شورا او په محکمه دغسې قسم انسانان دي هغه خلا بلبل پر وانه ولیدل دا داوود یار ولاړم چې راغلی مقرر شو په ګرد جنایتو د سفالت د غلا مې خبر کړي هغه چپ پنچیران دته مقرر وی دي سفالخ وویل یو پاسپورټ دی یوازې په څلور زره پونه یې اخیستی دي چې مور کړی دی بل نه پاتې ورکړي هغه په اداتي شورا کې د لغمان په قتل مړ شو دی بل څلور سوه میلیونه اما ولی مسعود وای وای ز فندر ما دا دغه سره څه کوم اخو کې د شاشید د غیبانو سره دا ګر پاس په ټول دار زلانو دلته خرڅ کړل ما له خالو چې یا مسعود ته خط واسو ماته دې فرمایش راکې ز سپارتون ته پټشت مې دا دل الوال جد بلګې په اول دې چا دغه نه دکړي درې سو ملیون ډالر مسترد شاید هم پر لرم د دغه په حساب کې جمع کړو د فاطمه ګلانی هغه وخت حساب نه درلودي کوم ځای شروع باندې کو دا ساز به نامه چې کډېر غواړي په دې څه خبر شي او واسه خبر شي په خلکو دا خو بیا تر یو پوند درکې یو ډالر درکې دوه ډالر درکې دا سب نامه دي څلوي ساعت به دغه شان چې مرته وایي لیکن دا دین قسم سبا د مرسن علاج پراته بیا مې نه کاپي یا سب دې ترکاري کې ما دې ټلیفون دې پور دې جو نه نکې د خپل اخو زبیا ته در کې دا موږ نه ماتې لیکن دا نو که نه خو به چې سب شروع سره کوم ځای څخه پر مې صدق متن ته ول ما راځه ته خطاب ساتم ته شنه دا برنامه لکه د فکر او احمد زی چې دا تر کاندید کړو او د سکه کاندید دې دغه سمرکات ستاسو سره راځي چې دې انده د تطبیقو وي نو کوم ځای څخه مو خو نه نه ډیر مو دې لسبه مبارک زار کال وو دوم نه دې ستوبته کارنیوال ته سودی سفارت لا پکې چې د پاکستان کله دوزه افغانستان سفارت د ایران دې تیر کړی د لسبینو د دې په کارنیوالو ته ټول جنات جن که سمه جام یا سوله دا پر دې درو نور به ستا نه پیدا ستا خلاص چې یاد چې دې ساتو ما وګورم چې دې سره اورو پدې څه خبرې اکبر بای ته ولې برا دار د دوبې ته نه کوم خبرې ټلیفون وکړه ولې به خطاب سره تاسو زنګ وي دا څه معلومات لري دا د سم کښې پر دې ته څه ته دې دې سي فاریانت او په پښتنې دې به شرګان واره هم خراب کړي کړه برا دا بلان ته بلان ته ټول وکړه خل خو به دې کنه به دې ګرنه کوزو کو خطلې ګرنه کښې په خطلې ګرنه نه کار وخت دا سیاب شیطانی زده وګوره دا د وګړه کښاپ وګوره دا نه خط کېده زه او او دا خبره دې سیدا او ډیر مننه قایسه دا دنو یو به زه راځم د برنامه څخه مننه او ډیر مننه ډیر تانه مننه دا نو زه شو لطف دې دوستار قایسه هم فرمودن و ما هم همی تلویزیون یک مرکز تایتی نظر شما به طوری آزادانه است هیچ مده اونجا کنم ملاحظه ندارم مگر یکی یک نفر فرش بگه و ناسزا و حرفای رکیک و بسیار طولانی صحبت کنه وقت دیگر از آیه بسازه اونجا مجبور هستم باید یک وظیفه همی بخش همی پروگرام که مسئولیت دارم عمل میدارم در غیر از روی تو که کی چی گفت ما نظر امر احترام میدارم در قبال
مسائل افغانستان نظر خودم بیان میدارم، بس خریدار داشت نداشت و میگیم خب نظر ما چی میگه دلخواه نبوده. اما تو دیگه بیان بوده از این طریق یک عضویتی همی تلویزیون کسایی که داشتن او را یاده بداره و کسایی که میخواین یک کمکی کنن به تلویزیون بسیار خوب شد. یکی دو پروگرام علاوه شده به تلویزیون پیام افغان، یکی از پروگرامی از گوشی دنیا که البته از دنیا بنکویت هال و آقای امانی اشکریز متصدی پروگرام هستن و آقای هاشمی عباسی برای انداختن به تعاون مالی از اونا به پیش میره. شاید همین خود دیالوگ و تمثیل بسیاری چیزا را بیان بداره که او را با حرفای یا جملات یادی ما مردم نمیتانیم افاده بداریم. اونا یک پروگرام جالب از این طریق خواد داشتن و همه تو آقای حسن خیل صاحب، پوهان صاحب یک پروگرام دینی را اونا پخش خواد کردن، مسائل دینی را تشریح میدارن و تا جایی که حسن خیل صاحب دوستا داستان شد برای ما، اونا زمو جامعه ازهر یا پوهنتون ازهر که یکی از پوهنتون های بسیار عالی چی میگه تعلیم و دانش دینی هست در مصر، از اونجا به درجه اول فارغ شدن و ممتاز و پوهان هستن در مسائل دینی. اونا یک پروگرام یک ساعته را دوستا نشستن و سپانسر شدن و حمایت کردن و او را خواد داشتیم هفته یک بار. همینطور به تعداد پروگرام های پیام افغان بیافزاین. از این طریق نظریات تان ایراب دارین، کسایی که علم دین و چراغ دین نزده ایشان هست، کسایی که در دیگه امور اجتماعی افغانستان میخواین نظر و تعطی داشته باشن، چند نفر با هم یک جا شوند، یک چار قرانی، یعنی در مجموع باز میتونن یک پروگرام سپانسر شوند. مگر یک نفر که البته او هم جیب خود قائم میگیره و بازو نمیتونه اون پروگرام سربراه بسازه، اگر پروگرام دلخواه بود باز دیگه هم را حمایت مالی خواهد کرد. به هر حال پالوی از اون عضویت تلویزیون پیام افغان هم قاضی صاحب گفتن و هم نوری صاحب فرمودن، یعنی ما میخوایم تشویق میدارم دوستان که ما اعلان میداریم و می کمک و همو کچکول گدایی همی تلویزیون به پیش در خط میره. بله سلام علیکم. استاپ سلام علیکم. و علیکم شما سلام احترام تقدیم میکنم. و علیکم سلام، خوش آمدید. روز گذشته می تبصره شما را راجع به اون شخصی که اتهام غلط و برای شما کرده بود از خاطر از اینکه شما تلفنشان جواب گفته نشده بود، ما را واقعا بسیار متاثر ساخت. امروز کامنت های شما را که راجع به موضوع وضعیت افغانستان شنیدیم، خصوصا از اینکه دوستم این کار را کرده و یعنی گفتار دوستم شما به او طرفداری نکردین و او را به اصلاح یعنی دشنام دادین و او را به اون نامی که داشت به اون نام خواندین. من به شما یک چیز پیدا شد که یعنی یگانه کسی که در 13 سال به سپید از سپید گفته به اصطلاح اندیسا به امریکایی ها یعنی واقعا گفته همی آدم هست. این اولین کسی است که گفت آیسای با ما در جنگ است، پاکستان با ما در جنگ است. نه کرزی هیچی گفتاره کرد و نه آقای احمدزی، هیچ کس دیگه نکرد. یعنی می یگانه کس است که همین کار کرد و خودش شخصا رفت به این که با اونا مجادله کنه و با اونا به جنگ است. من فکر میکنم اگر موضوعات قومی و شخصی و این چیزا مد نظر نباشه، همه باید از این مشکور باشه ای کار را که این شخص کرده. دیگر همه با گرفتن معاشای بسیار بزرگ مشغول هستن و هیچ کاری در این باره نکردن. آن ببینیم این کسایی که همون به سویه دوستم، کسایی که در سابقه برخ دارن، مثلا آقای احمد یارسک، این کسی است که مثل آقای سای و مثل طالبا این کار در حق ما میکنه، نه ای که با ما کدام کاری خوب بکنه و مخالف بیست مثل دوستم با آیسای با پاکستان مخالفت کنه، حتی با اونا هم کار است. یا کسان دیگه، یا می آقای ربانی و همی کسای دیگه که هستن، همه اینا به مون معاشا و به مون مقام ها و به مای خود مصروف هستن. این یک آدم است که خب ما با گذشته از او هیچ کدام یعنی از او تایید نمی کنم،
متاسفانه من در افغانستان نبودم که ببینم چی کرد چی نکرد. خب اتهامات بسیار زیاد موجود است، لیکن اتهامات نه تنها در حق از او موجود است، در حق دیگران هم است و این یگانه کس است که تانست بخیزه و به اصطلاح همین کار کنه. من فکر میکنم باعث اگر موضوعات قومی و شخصی و ای گپا نباشه، ما باید از این تاییدش بکنیم و بگویم کار خوبه کرده. بله شنیدیم سب تکرار میشم از آجایی که آغاز کرد و ما شما میپرسم اگر مشکل شما رجحان قومی و دوستی های شخصی در میان نباشه، همه تو آدم چرا تایید میدارین؟ این گله ها دو جانبه است. ما شما گله دارم لفافه برای ما میگین که اگر ما گله ما زمین خود احمدزهی ما آقای اشرف غنی امی بوده که اول خود تقرر امی آدم یک لکه بدنامی برای افغانستان است و اگر چشم پوشی بالای اعمال دوستم صورت میگیره یک گناه بزرگ است. من میگم خداوند را میبینه، ما را امتحان میداره در افکار ما، در گفتار ما، در کردار ما. از سه جهت یک انسان مسئول قرار داده میشه. افکار نیات انسان است. در فکر ما چی میگذره و به زبان ما چی است و در اعمال ما چی میگذره همه طور است. در غیر از او خود دوستم جز یک کتلیست، یک خوندیز و جنگجو در شرایط و مسائل افغانستان بیش نبوده. در پالوی از او امروز در فاریاب جنگ با پاکستان کردن و پاکستان خوالان وزیر دفاع معصوم ستانکزایی گفت که اعلان جنگ کرده با ما. خب برن پاکستانی خود فاریاب نیست و یک چند طالب است، یک روز میه باز یک روز یک جای دیگه حمله میکنه. وضعی عمومی تو یک جبهه جنگی را باز نکده طالب پاکستان که در اونجا دوستم خان رفته باشه. او رفته در فاریاب برای کمپین خود که مردم یعنی پهلوی خود دور بوده یک اعلان پادشاهی و اینا را در اونجا میداره، در حالی که دوستم در ارگ باید می بود، یک دفترک داره و معرفی شد، در آغاز معاون هست. یعنی خود تقسیم کار در یک کشور در امور حکومت داری را خود اقل یک فکر بسیار متبهر کار نیست که را بدانه که کی باید چی کرد. وزارت دفاع وظیفش دفاع از سرحدات است، یک کشور هست و ایناست. وزیر داخله و امور داخله، والی ها در هر منطقه و رئیس جمهور یا فرض کنیم معاون رئیس جمهور، وظیفه هر یک خود اما جاب دسکریپشن و قانون نامی کاری از اینا کلگی خوب شد چیز ساده است. و آدم از اینجا میره و سر در جبهه جنگ کو به داوی طرف چیزای چری و چپوله هم گپایی را که میزنه در حالت نشه و خمر گپ میزنه در یک حکومتی که عنوانش اسلامی است و تو یک آدم با سوابقی بسیار بدی که خود پاکستان برای بعضی ها یک شعار حیثیت شده که دوستان باید حیثیت از بسیار بلند باشد. شما را در اینجا مزمرایز ساخته، یعنی مغز شما را یک قدر معطوف خود ساخته که چی یک جانانه و کاکا آدم است از وطن ما دفاع میداره، در حالی که دوستم خود از وطن هیچ وقت دفاع نکرده. از ما آغاز در رکاب کمونیستا بود، آدم کشت. باز بعد از او در همی جنگ های داخلی و بعد از او ملیشه، دوستم با ملیشه ها و پهلوان ها و دوزا و غارتگرا و اینا معروف یک شخص است و هزارها آدم در درون افغانستان قتل کرده کشته. گله های هم همی بود که متفکر چطور میره یک آدم غیر متفکر، یک آدم پای افتاده، یک گلم جمع، یک جانی رو میاره پهلوی خود میگذاره. اگر هدفی باشه که جنگ با پاکستان توسط دوستم کمایی میشه، خوی بسیار نادرست یک گپ هست. اول خب با پاکستان در جنگ شما برده نمیتونید. با کدام اردو، با کدام قوای هوایی، با کدام وزارت دفاعتان فاقد وزیر هست، حتی وزیر نداره. اگر دوستم و وزیر دفاع مقرر می کردن، بازم باید وزارت دفاع می بود، موجود می بودن و از اونجا قمانده می دادن. یک جنرال خودم می فرستاد با بادغیز، یکی رو با فاریاب تقسیم کار می کردن. تبحر جنگی اگه ای داشت اتر می شد. یادم در حقیقت مسئول دفاع افغانستان نیست، این مسئول معاونت و مشوره با چیست با اشرف غنی است. باید امکاری از این را تغییر بده، وزیر دفاع بسازه. باز در مو وقت هم باید تقسیم کار کنه. افغانستان خود در هر جبهه باید، در ننگرهار جنگ است، در بادغیز پکتیا جنگ است، در قندار، در هلمند، در هر طرف طالبان حمله می داره. تا
تنها جنگ خود فریاب نیست برادر. ولی بشار گپای کلان کلان زدم ما بشار خوش شویم و ببالیم و احترام دوستم بالا بره و خب یکادن سادلوحی بیچاره که از این چیز خبر نباشه او را اگه شما مخاطب قرار بتین او باز من نیستون. مگر اگه شما فکر میکنین که بشار کارای خوب میکنه و با امی موجودیتی از اینا در طول یک هفته بشار دوستم قهرمان شده برای زیر که در افغانستان زود قهرمان بابا که نمیدونم شیر که پلنگ که غازی شهید یک زیاد میشن و دفتن یک دفعه که یکی گفت باز کلی که میدوام تر ما را دیروز یکی دوستای ما داستان کردن بشار جالب بود گفت ما یک پروژه داشتیم در کابل بالای یک تپه بود که او برای کل کابل آب میتانستیم برسانیم و تخصیصی از اون هم چندین میلیون دلار گرفته بودیم میخواستیم آغاز کار کنیم میگه در اینجا ترق استاد ربانی را میگه کشت یک نفر طالب و کل پروژه ما آماده بود که سربراه شوه و آب نوشیدنی و برای مردم کابل برسه به هزارها خانه صاحب آب و نل میشود میگه جایی که امون چی شو پروژه دوام کنه میگه ربانی را آوردن اونجا قبرش در اونجا و بازور باغچه ساختن و صاحب مردم باید گشت و گذار کنه که ربانی بسیار افتخار کلان افغانستان است او را به نام از او دیگه امون مردمی که باید هزارها آدم از او آب میخورد و برای مردم خیر میرسید حالی میگه امو گناه جاریه بگه کلش به نام امی ربانی گفته او آدم گفتی به حدی آدم بدبخت بوده که امو نل آب مردم رو بند ساخت و پولا هم رفت به یک طرفی که امو پروژه که تخصیم یا فرزن یک تپی دیگه که او مربوط دولت است و از او میشه استفاده های دیگه صورت بگیره در اونجا فهیم خان رو دفن کردن امی کسایی که باید آتش مینداختن میسوختن که دیگه خاکسترش هم کس نبینن خیانت و جنایتی از اینا معلوم دار هست و را قهر یعنی یک الگوی شرافت میسازن یا میدان هوایی کابل به نام کرزای وار یک آدم ساخته دیگه او تو رگه باشه فردا شما بیارین این اکسای از زیر چاپ کنین در طرف که در استودیوی ما هم باشه و که گلم جم صاحب بیشار گپای خوب زد به هر حال احتیاط کنین که زود خوشباور نباشین بالای اعمال مردم بالای کار مردم سوابق مردم گویای شخصیت و کرکتر یک انسان است شب در میان که یک نفر قهرمان نمیشه ما شب در میان قهرمان شب در میان خائن شب در میان فتواهای ما مردم بسیار عجولانه است بیچاره هستیم احترام فراوان با شما ما شما را نه در مجموع خود ما در یک افغان هستم زود این آدم ولا بد است. پدرش هم میشناسم. این آدم بسیار آدم چطورکایی بود و فلانی بود و امی تا پاها دم پیشنی هر کس زده برو برو ناک برنا. اگر با ما خوب بود خوب آدم است. اگر با ما خوب نبود بسیار بد است. اگر برای ما پول رسید از این حکومت مثل موین با جولای است که چی است با کرزای زد بود و وقتی باز کمپین انتخاباتی کرزای سخنگوی کرزای بود و برای از کمپین میکرد باز بعد از او که رتبه وزارت برش نرسید باز دو میزد کرزای باز آمد به امرای اشرف غنی یک جای شد یعنی 20 جای نمی یک لنگوته است تاو میت یک دیش است که تو شانه میشه میبرن از خانه خود دیگه او تو راگه باشه خو یک نفر با پرنسپ باید بود عقاید از او در قبال مسائل خوب هر وقت خوب است بعد هر وقت بد است این معیار اگه در کلیم ما بود باز دیگه این چیزای پالیسی ما روز ما خوشخویی ما بدخویی ما او فرق نمیکنه مگر بعضی پرنسپ ها در برابر اعمال خوب و بد باید دویش تغییر نکنه دوستان عزیز یک وقفه اعلانات داریم دوباره برمیگردیم برای یک محدوده بسیار مختصر دیگر با شانه خمیده راه نروید. دیگر از کمردرد و قوز کردن رنج نبرید. راه حل در دستان ماست. شانه و کمر خود را به همراه 12 مگنت از درد نجات دهید. با قیمت فقط 60 دلار. آیا از زشت بودن، چاق بودن و یا درد بازوهای خود رنج میبرید؟ با کمک تسمه بازو خود را از این عذاب نجات دهید. تسمه از بین برنده چربی و شیپ دهنده بازو
$40. صبر کنید. اگر در این زمان با شماره تلفن 818-917-1588 تماس بگیرید، تسمه اصلاح کننده پشت و شانه را به همراه تسمه از بین برنده چربی و شیپ دهنده بازو را لازم نیست $100 بخرید. شما فقط $49 بپردازید و این پکیج سلامتی را نصف قیمت در منزل خود تحویل بگیرید. این قیمت $49 فقط برای پکیج کامل می باشد. دو آیتم سلامتی در یک پکیج استثنایی. لویز بلانک یا کبوتر سفید بوتیک. لویز بلانک یک نام آشنا و معتبر در مد و دیزاین پاریس در شهر هامبورگ جرمنی. لویز بلانک با بهترین کوالیتی، آخرین دیزاین های مرغوب و شیک، البته با قیمت های کاملا مناسب، فروشنده پیراهن های زیبای عروسی، نکاح، شیرینی‌خوری، لباس های شب، لباس اطفال با آخرین مدل های سال 2015 و 2016 از شما پذیرایی می نماید. لویز بلانک بوتیک با گشایش تازه خیش تا 40% تخفیف در اموال را برای رضایت خاطر شما مشتریان عزیز در نظر گرفته است. با خرید اموال خیش از لویز بلانک بوتیک کیفیت و شیک بودن را امتحان کنید. لویز بلانک بوتیک با مدیریت عزیزی با نشانی های زنگ در خدمت شماست. برنج بسمتی سیلی درجه یک عدیب نوروزی. برنج بسمتی سیلی نظر به سایر برنج ها دارای 4 برابر ویتامین بیشتر بوده، خوشمزه، مرغوب و دارای کیفیت عالی، دانه های بلند، طعم و عطر دلپذیر می باشد. جهت معلومات بیشتر با خانم فرخنده حدید به تماس شوید. شماره تلفن 0042-352-0-57-89-512. گران دوستان سلامونه و احترامونه راسم خدمت شما از وقت استفاده بیشتر صورت بگیره. خواهش هم همی از دوستانی عزیز اگر شبه که مختصر صحبت شد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. آقای قیام خوش آمدید. خیر و خیر. میره بانی میکنم. خطاب صاحب امی با وجودیم احترام امی که من بخواه دارم و اعتمام بخاطر عزیز که خودت یک تلویزیون در لاشندلش بغا انداختی. اگر خدای نخواست و خدای نخواست در وزی زمین تلویزیون بسته شود، صدای ما در سر تا سر دنیا در گوین ما خفه میشه. در تمام چیزا ما با خود 100% موافق هستم. اما من یک قصه با میگفتار این برادر ما پیشه راجع به دوستم گفت من امرای خود موافق نیستم. بسیار خوب است که نیست. به دلیل ازی که خطاب صحیح دیدی که خود یک پروگرام در لاشندل پیش میبری و چقدر مشکل دستو گریبان هستی. اما این چند دقیقه بیشتر نشان داد تلویزیون که دوستم امرای دوتا بچه خود فیزیکی در مبین جبه جنگ ساز با برای دشمن خود مجادله میکنه. از این که در سابقه یادم چی کار کرده چی قرار کشته و از بین برده، هر کس دشمنش که در مقابلش قرار بگیره ولو برادرش باشه و از بین میبره.
اماده می شرایط فیلی که طالب دشمن ماست و این موکه رفته ارگ کابل اعلام کرده در جبه حاد جنگ خودش فیزیکی هم وزید تا بچه خود استاد است. این خدا شاید کار آسانی است به ذات خودی که موکه کلانترین قهرمانیت هم می کنن. و امیال ما شما می بینیم که پاکستان دشمن ماست و اومه که تمام رهبری طالبان را جنرال پاکستان می کنن. و اگر جنرال پاکستان هم در میدان یاد جبه جنگ به بیاری خدای پاک از پیش ما شکست میخوره. این که چقدر در این کار خودی موفقه چون موفق نیست ما در او چیزی گفته نمیتونم. اما میاری که میان زرد بر آمده و رفته در مابین فاریاب در کوه یا در اگدره یا در اگدشت در مقابل دشمن جنگ میکنم. این خطاب صرف کار آسان نیست، باید از این یک امور تقدیم. و برای شما آسان نیست؟ آه بله، برای شما آسان نیست مگر برای زوق کارش هست. مرا اگه بگویم این گاو ذبح کنم، ذبح کرده نمیتونم بیچاره مردم زوف میکنم. مگر برای قصاب خود کارش هست، هر روز اون کار میکنم. دوستم خود اگه کار نداره. شاید جالب بود یک روز یکی از دوستا یک فیلم از افغانستان آورده بود، اتفاقا از این فامیل خود ما. او کمره رو بالای یک گدایگر انداخته بود، یک کسی که دستش طرف مردم دراز که پول بده. باز از او میپرسه که کاکا جان این کار خودی چی هست؟ او میگه صاحب خود می کار ما است که ما گدایی میکنم از این شو که میایم گدایی کار ما است که از زمین دیگه از که اولاد خودم برسان. دوستم خو کارش است همین که جنگ کو آدم بکشت بده و باز نمایش بده و از کدی لباس بپوش و باز لباس بکش و این است. برای خود آقای گلبرخان قیام که در ویرجینیا نشسته برای زو باز بسیار مشکل است که کوتل خیرخانه بدوا و یک تفنگ بادی در زیر بغلش باشه. برای ما مامتون ما و آقای گلبار قیام شاید چون اینجا اینا هم مدت طولانی زیستن نیتون است و ما هیچ وقت نگفتیم که شما ضد دشمن افغانستان بلند نشوین و قربانی نتین و یه حرفا رو ما هم نگفتیم. ما هم گفتیم که پاکستان دشمن ما هست و دشمنی پاکستان توجیه هم داره. مگر اگر تنها در جبهه فاریاب با دشمن با پاکستان ما قهرمان یک نفر قهرمان میتراشم، امی بیشتر جفاست در حق مردم افغانستان. و یکی یکی میگه و باز یکی میره و تایید هم میداره و از بد بتر میشه. اینجاست که تأثیر ماست که ما مردمی که روشن فکر خود میگیم با سواد و از جهان با خبر کنه مسائل هیچ نمیدانیم در قشر قبین و آن که ولا اولاد خودم برده و چی کرده. و خب اما حیات و ممات امو مردم از جنگ تأمین میشه. دیگر شما برای ما همی کیف و کانیم دوستم نشان بیتین جز جنگ جز بدبختیار که آید حال مردم بسازه. از آغاز کار از آغاز معامله از وقتی که در رکاب دکتر نجیب میدوی تا حال خود در جنگ بزرگ شد. از جنگ امرار حیات میدارن. در این کانتینر ها که هزارها آدم ای کشت که وام تسلیمی های جنگی بودن و اشاره امریکا که بکش. در این قلعه جنگی همین در یوتیوب دارن دیگه انسان خوب در اقل یک کمک شرافت داشته باشه که مرغم به این حد یک هشره را آدم هم تو نمی کن. در بیره هم در رکابی دیگاه بده و بده این رو واقعیت های افغانستان هست. باز اگر دیدیم که بالا یه آدم موفق بود فاریاب فتح کرد و بیای باز کوهستان و دیگر باز برو زود پاکستان تا اتک وطن ما رو کمایی کنه، خب باز ما هم بسیار میبالم. مگر این که در بخش شعار و باز ما بسیار خوش شوم و دفاع کنم از دوستم برای آدم اعتراض بیادر که جنگ با پاکستان نیست، جنگ با خود همی حکومت باید موجود باشه، جنگ با همی مقرری دوستم است، جنگ با همی فقر و بدبختی هایی که در افغانستان است. آقای قیام خودت دم تو مغزت یکم با کار بیانداز نی؟ 3000 آدم از افغانستان همی علم میبرای حکومت فاسدترین حکومت بیکفایتترین حکومت جلوی چشم جنگیری رفت در هرک تخته کرد. همی آدم به اساس مصلحت آورد معاون رئیس جمهور ساخت. وزارت دفاع تا آدم نداره از اینجا میخیزه از مابین ارگ میره در فاریاب سلسله مراتب مرات نمیشه. مثل که معاون اوباما برو سایت افغانستان جنگ برای بندازه که ما نمیمانیم که اینجا ترور آمده.
اینو تو یک معنا رو میده. آدم مغز عادی ما خود خواهد گشت که این کشورها همی کار رو بکنه. هر کس از خود تقسیم وظایف داره، وزارتخانه ها داره، دیگه داره. با کدام زبان برای شما ما بگوه؟ که حالا زده پاکستان عمل میکنه. پاکستان خود نوکر امریکاست. و طالب نوکر پاکستان است. و حکومت افغانستان نوکر امریکا و 46 کشور است. پول و نانشان رو میرسانه. و مردم افغانستان بدبخت شدن در میان. اگر نمیپذیرین و که شعار زد پاکستانی را برای امرار حیات خود اینا قبضه کردن، این خود درست نیست. باز برو با امرای پاکستان جنگ کن، همین وزیر دفاع برو اینا پاکستان اعلان کرده جنگ. شما برین یک رخنه وارد کنین در پاکستان. اول امریکا نمیمانی تن دان دانه همین دوستم خواهد زد. این را اگر قمعنانی شعار ساخته که مردم بازی بتن. خالد بن ولیدی را ساختن. هر کسی که دکه میتی بیادر، همین خود اشرف غنی فامیلایشان مرا گفته بعضیشان که گفتی میره چرا آورده؟ یادم گلمجم یا گلوچک آورده معاوین یک بسیار اسم پشتون و افغان همه را بد کرده همه زیره میگیره والا ایره از این خاطر آورده که افغانستان تجزیه نشوه. این شعار را صحبت الله مجدیدی زمزمه میکرد که ایره صاحب خب من رفتم صاحب افغانستان از اشخاص چی تجزیه نجات دادم. خب من گفتم جنرال باشم صاحب خالد بن ولید و اینا کردیم که افغانستان تجزیه نشه. یعنی دوستم اینقدر حاکمیت داره، اینقدر عامل یک آدم است که افغانستان رو میخواه چندین پارچه بساز. باز در برابر یک چند تا پایلوچ طالب آمد، گریخت، آدرسش معلوم نبود. سوابق جنگیشان هم معلوم است، صداقتش هم معلوم است. دیگه از این اضافه دیگه اگر من نمیفهم، ما مایوس به این میشیم که همی اشخاص نخبه ما یه حرفا رو که میزنن، جگر ما به او بیشتر خون میشه. و کسی که نمیدانه او خو مقصرم نیست و خیر و شر خدا قطعا نمیدانه. بلی سه اگرچه خیر و شر ما را هیچ کس نمیدانه جز خداوند و مگر در عالم اسباب و منطق و ایر عرض میدارم. بلی سلام علیکم سه. بلی سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. شما پیشتر گفتن که پاکستان جنگ جبهی را شروع نکده علی افغان. و کده؟ وزیر دفاع گفت که کده؟ پیشتر گفتن که نکده، خودت گفتی. ما گفتیم، ما نگفتیم دیگه، ما که نگفتیم دیگه خود ددان ما چی میگه. نه خودت گفتی خو همین پروگرام تا یگان دفعه دیدی خودت بیا ادبی و بیا کم با ادب هم صحبت کن خو جان. گفتی و که تو که ما تو گفتیم که تو جنگ جبهی به این معنی که بیا و پاکستان و ترق و پرق باشه و تا یکی سر فتح کنه و باز پیش بیا و تا یکی سر برسه ایره جنگ جبهوی میگه. پاکستان خو جنگ علنی ره تو اینا میگن که اعلان کرده با جنگای چریکی طالب جنگ میان دو کشور جنگ فرزن عراق و ایران جنگ جبهوی بود که دو کشور با هم افتاده بودن جنگ بود تقریبا 8 سال آدم کشته میرفت در خاک ایران میرفت و باز و پس میرفتن عراق اینی را جنگ جبهوی دو کشور میگن. ای خو جنگ القاعده با امریکا که یک چند تایمی را زدن میگه اونا جنگ بالای ما تعرض کرده یا طالب می جنگ چریکی میکنه اینا میگن که جنگ جبهی است این فرق میکنه با او تعریف کردم میرم. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سلام. و علیکم سلام بفرمایید. خطاب سلام محترم من فهمیدم دنگه در رای که گفتن همی دوستم دمو جمهور در چی کرده میتونم یک مثال میتونم در انگلستان این کسی یک دریسه یک هاو میشن می برای زیاد پلات میده یک دو روز که میرد نیو نیوشن مذرد میرد بله دو روز پلات میده به اون دو روز گزاره کردن میدن پاس در این سرک میان اور خود دوست تو هم خود دوار گزاره کردن میتونه از چی کار گرفته میشه خود پاس میره زمو عادت تو خود میره دیگه دیسی عبدالله بگویم معاون امنیتیش ظاهر جنرال ظاهر و رئیس المپیکی بود امروز بوی از ویش بر آمد و ملا افغانی را رشوت گرفته ای هم ما یک وقتی بود در زمان جوانی وقتی کامچا مسئول بود من میر دوز داشتم پنجیر رفیقای پنجیری داشتم من میرفتم مگم میگفت که ما یک نفر کمونیست قدرت نمیتونم از تجربهشان میگرم خوی نبدالله چی کرد اگر او کتی مسئول بود خوی چی کرد امرالای ساله رو باید بگیم چی گفت گفت امریکای آمد گفت که بکن پیسا میتونیم منو میبره میتونم چی میکنیم امرالله سوی با انترویو خود گفت گفت what else do we want overnight superman
خوبید مردم چقدر بویا گندگی زمین و بگم دیشه دوستم گفتم که برای من مثال ملسای لندن برد میگم که برش بلد بیتا نمیگیره دو شالخواه میکنه بله یک چیز دوستم هم برش مصاحبام کردیم از امیا کده خوب است و هم چیزی که در دلش هست در زبانش میاد و هر یک بار همی حکومت احتیاج از اینا بوده همی ربانی هم احتیاج از اینا بوده و حکمتیار هم محتاج بود به دوستم آقای صبغت الله مجدی هم رفتم و آدم دلاسا حضور تزرو می کرد امریکا هم او را استعمال می داره او را کینگ میکر میگن و راست میگن بعضی ها که طرفداری از او را میکنه در این بخش ما هم نظر از یست حداقل همو مزاری بچه ترکمن بچی همه تو اصلی که تم تراق گپ میزنه نوش جانش او بخشش ما تایید میدار از امی عبدالله لشم و لشم و امیر شورای نظار امی لوچکایی که کناوری در جان حکومت افغانستان مردم رفت میرن و دروغ میگن و جانشان میزنه او آدم تر تو پوسکنده یک آدم است ایره ما تایید میدار ما از امو لابلای سالهایی که یادم هم میشن است و هم میگه بیادر من خب رفته بودم در ترکیه امریکا آمد و مرا زاری بزرگ کرد که بیا که افغانستان القاعده است و چطور است ولی مرا خب خود اشرف غنی آمد از خانی من عذر میکرد که بیا من میخوایم رئیس جمهور شوم رای بیارم ما گفته بودم ولی ما هم رای آوردیم اینو بردیم در پشتو میگه که وی گته و یه چطره همی آدم میگته ولی حالی هم همون کسایی که میگه امیرم راست میگدم جبهه هست نوش جانش عبدالله و دیگه و دیگه واره خود قصرها خود پنهان نکرد ایره ما تایید میدار ما دو تحلیل داریم یکی تحلیل چی میگه خواسته های جهانی است و دیگه و دیگه است یکی باز دارم بخش افغانی که بیایی اینا رو باز ما والا تایید میدار به صورت مقایسوی اگر بگیرین او امو آدم از امیه کده بشار بشار چربی میگه از اقل هم یک برش دار در جبه ها همه هست همو خطر هم میپذیرم در امون مصاحبه هایی که به من کده همه تو خالصانه دوستانه وقت وقت هم تر ترک میگفت من ازش پرسیدی هم که تو را چرا گلم جمع میگم برای بعضی هم گفته که من برای خالد بن ولید که میگه خب یادر من پادشاهی کمونیستان را تهداب گذاری کردم و پیش باز پسندیدم که او کفار است وطن فروش است گشتم دیدم که من نبودم شب در میان و از بین رفت و جمهوری احمد چی میگه دکتر نجیب از و واقعیت هم است اما بخش عمده حکومت نجیب و ستونش بالای امی ملیشا استوار دیگه او آدم هم صاحب قوت یک آدم است و ما خب هم موازین همی حکومت داری و که باید وزیر دفاع دفاع کنه و باز پاکستان در هر جای نفر داره میفرسته و در اونجا چرا رفته و معاون اول از سوی گپا به او حساب میسنجه مگر به او بخش دوستم و مقایسه با این دیگاه باز او آدم درست میفرمایش بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام دلتا در چراغ روکانه کرده یا قزیز اصف وردک صاحب دست زر و غیگی اگر تا جار دیسیم اجازه ای وده که وقت نیستم خواه افغانستان که اخوات در شوی دیگه روز کنیشی تازه مجدی خبال من ندیگه ده و دیگه خب پوهیش ای اولو که تاز شوار وجدی نم وقت انسان دیده تکنولوژی پر ذریعه دوم را پر ما حرکت کنی چی انسان پر خبال اخبال بیترات پیدا کرد بیترات حکم کن که خیانت ما کوی ظلم ما کوی امنیت مراد کری قانون مراد کری عدالت مراد کری حتی نن نوکت بخپل از امریکا که در عمل چه قرآن یایی دی بخپل ویلی از دی پورپا که بینما نن دی مولا اصل ام دی پترات نه انحراب کری ام دی الله پا قانون مانده نه آدم پیهی زکر چی نن پا دی مرکو که کم عدالت مرادی دی سپی حقشتا او قرآن میینی چی دی مارد مخلوق پاکلا ظلم ما کوی چون دی ما مخلوق دی کستای دی که خینجیب دی اما راغلو پیسه دی دی که چنن مویا به انسان بانده سالت جلو کرین و من سر تا دراوی آیا ما چه و من سر خدای دیده دایش پلاس ماور کوا که دستا سر او دولار سر دی تل ویی پا در اخپلا پا گیرده که ایزه در کن پس دونه به تویه که در کم اسلام دی نوی اسلام نه غیر انسانی ما کنرم در حرکت که روانه که پی اسلام که دیمکراسی نشته پا خدای قسم دیده 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 خم دیده و دیره منه نورو را خبره بلی خواتزی با
به هر حال دوستان عزیز پروگرام بعدی باید در پیش است و به منجا بسنده میشیم. خب وضع افغانستان بسیار کامپلکس میگشه یا کامپلکس یا بسیار پیچیده و غامز هم ساختن قصدن میره که یک مشکل و یک درد و اندوه برای ملت عاید نشه و یکقدر با خود بپیچه یکقدر غلام و برده و هم رکاب خلق کرد که دیگه مسئله احساسات مبارزه و دیگه و دیگه با کلی دیگه رخت بسته از افغانستان. شما همی جهاد 14 سالی افغان علیه شوروی و باز علیه انگلیس و همه تو مرحله به مرحله تاریخ افغانستان رو باز کنین و افتخاراتتان و با کلی فرق داشت نسبت به این بار. اینا هم دیدن که بعدر با جنگ و جبهه و با زورگویی با این ملت نمیشه، بیا این ملت تو افکار بردگی رو برشان بتین. او چطور میشه؟ باز وسایل دارنی که شما یک نفر میخواین که زیر تسلط و سلطه خود قرار بتین، اما انگیزه ها و انسنتیو مبارزه را از او بردارین، باید بالای مغزی از او کار کنین، اجتماع فرهنگی از او را ضعیف بسازین. اونجا او هر بار اگه استعمال کردین باید آهسته آهسته، مثل که مثال فیل برای شما هر بار دادیم که در طفولیت یک فیل زنجیرهای بسیار زخیم میکنه، یک بار دو بار و سه بار و چهار بار، باز آهسته 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 اون فیلبان میدانه، باز وقتی فیل بزرگ میشه مغزی از او عادت میکنه با یک ریسمان بسیار کوچک میسته هم در گردنش میندازه و آدم میره دیگه، او کار خدا میکنه مغزی از او برده میشه. در افغانستان هم همه طور است، پول جمع منصب و ماموریت عالیشان، حمایت بین المللی، مردم راضی ساخته به مو حالت که اگر ما فرض کنیم زد امی بادار خود عمل کنم اینی چیزا از بین میره، این مزایا کاسته میشه، بنان بیا که در کابی از اونا بداریم. باز آهسته آهسته این کندیشن میشه، انسان عادت میکنه و منبع شعاری مردم هم بسیار ضعیف است، چون چندین رسانه و اخبار و دیگه و دیگه همه به طرفداری امی اشغال و جانبداری امی تسلط و بردگی کار میکنن، چون هم خود رسانه هم مربوطی از اینا هست. دوستم یک رسانه داره و کرزه یک تلویزیون داره، نمیدانم یکی دیگر، امی مجموعه نشرات افغانستان هم به دست از امی کسایی که زی دخل در قضایا هستن. ما بارها عرض کردیم که صلح افغانستان چندین دشمن داره، 46 کشور جهان دشمن صلح هست در افغانستان، اگر بحران بود، جنگ بود، اینا ماندنی میشن، بیسای نظامیشان کار میکنه، امی پالیسی موجوده، در عرصه جهانی کاری میفته، اینا باید یک توجیه است که باشن. او را خود بحران آفرینی یکی از فصول سیاست کشورهای بزرگ است که آتش در بیتی از او استفاده کن در اونجا. دیگه دشمن صلح پاکستان است که از جنگ در افغانستان در دوران جهاد هم بیلیون‌ها بیلیون‌ها دلار صاحب شد، در تولید طالبان هم پولدار شدند و حال هم از این حالت 13-14 سال که علیه ترور است و تروریسم است و ما کمک میکنیم و استخبارات مشترک داریم اونا مستفید میشن. دشمن خطرناکتر و بدتری که خود انسانای افغانستان هستند که نمیخواین این حالت تغییر کنند. امی حالت اگر تغییر شوه یک چی میگه یک ادمنستریشن یک حکومت درست روی کار بیا، دوستم از بین میره، صاحب اشرف غنی فرار میکنه، امی عبدالله ارگانی از اینا صاحب طرح میشه و کاسته میشه، دیگه حکومت مردمی میای. وقتی حکومت مردمی بیای اوتومات میگه آفتاب دشمن یخ است، هر قدری که آفتاب بیشتر حرارت داشته باشه همه تو سردی رو از بین میبره، یخ آب میکنه. اینجا سه دشمن داره، 46 کشور جهان با سرکردگی و قماندی امریکا، پاکستان و در اون امی ادمنستریشن موجودی افغانستان. وقتی سه دشمن بسیار خطرناک و مدهش صلح داشته باشه دیگه شما چی از این انتباه میگیرین؟ ما چی میخوایم و آقایی که در ورجینیا شده و آقایی که از یک محل دیگه با احساسات پاک افغانی خود که دوستم بسیار کارای خوب میکنه او رو تایید کنیم و دیگه تلفن میزنه که پیشتر گفتی جنگای جبهه‌ای ای خود درست نیست و پاکستان امی انانی ای که یک دشمن داریم که پاکستان است، ای را یکمه که
فکرتان آواز کنین از این دریچه فکری ببینین که چند دشمن دارین و او را به دلائل ما دلائلی که دارم و منطقی که امروز دید ما از اوضاع است او را میتونم ذره ذره برتان تشریح کنم و این بسیار کارم نداره برای همه ما میدانیم خود اوضاعی را نشان میده چرا امریکا اونجاست؟ چون بحران است چیست ترور است تروریسم است و وقتی ترور و تروریسم نبود آرامی بود و حکومت درست بود دیگه باز اونجا ضرورت نیست پاکستان چون ترور است تروریسم است از پاکستان از 46 کشور جهان به بیلیون ها دلار میگیره نظام پاکستان استوار است با پول اینا و در اونجا مصرف هم میشه پاکستان خب مسمار نیست که به دست اشرف غنی و به بودیجه زاخلوال بته که او دوزی کنه اونجا خواهید مصرف دارن یک حکومت از یک سیستم پیش میره طالب و داعش پیش انداختن که بحران تولید کده برای پکت زده برای حکومت افغانستان هم آوردن که امینجا باشه و اگر بحران از بین بره و امریکا دست خود بکشه همه علی کمک های خارجی قطع شده فقان مردم برآمده و حکومت هم یک ناقص و بیکفایت و ای هست هنوز در کجاست ای همه ازی با هم پیچ خورده یکمه که بلی از خدا ببینین او مردم افغانستان کسایی که داد از مردم ملت از خواسته ها میزنین شاید چیزای ساده فرمولای ساده پیش شما افتاده ای را اگه درک نداریم دیگه بابا جان ما مشکل ما همی است که درست دشمن خدا ارزیابی نکردیم ام یکی که دوید گوسفند واری اما بده و اتو میکنیم ما ببینیم که چراغ از کجا تکمه در کجاست دکمه های فشار در کجا هست توطئه ها در کجا هست بدبختی ها از کجا میشه قطع شد و در کجا شروع شد و هر حال گران دوستان و هر یو خدای سپارم پا مخم که انشالله سبا سی شنبا با بیا که زوند و تاثیریو در افغانستان پا حالات و دیر پیچل و حالات بسرا انشالله غیگیگو پا مخم خیلی خدای پا من ماساژ هنر شفابخش باستانی است که بر روی دستگاه‌های بدن فواید بسزایی دارد و موجب آرامش و تسکین دردهای عصبی و گرفتگی‌های عضلانی می‌گردد و با تشدید جریان خون فشار وارد بر رگ‌ها و سیاه رگ‌ها را کم کرده و از ناراحتی‌های قلبی می‌کاهد. دستگاه ماساژ پا را با قیمت 139 دلار از بازار پیام افغان تهیه کنید. فقط یک بار پرداخت کنید و همه اعضای خانواده سالهای سال از آن استفاده کنند. بازار پیام افغان برای این آیتم سلامتی فقط برای شما عزیزان بیننده قیمت این دستگاه را به پایین ترین قیمت ممکن می رساند. فقط 79 دلار. پا قلب دوم انسان است. 139 دلار نپردازید. با پرداخت فقط 79 دلار قلب دوم خود و خانواده خود را تضمین سلامتی کنید. ما برای شما عزیزان 4 عدد پچ ماساژ سایر اعضای بدن را به